رو چیکار میکنی؟ همین دروغ ها رو در عقاید دینی، در باورهای اساسی عقیده دین وارد کردن. به عنوان مثال صدوق که شیخ محدثینش محمد بن علی بن حسین بن باوه قومی در رساله معروفش به نام اعتقادات میگه تقیه واجبه، دروغ واجبه ها؟ و کسی که تقیه رو ترک بکنه به منزله کسی است که نماز رو ترک بکنه، اونجا زنا رو واجب کردن، مطعه رو واجب کردن. آیا هنوز وقت اون نرسیده که ملت ما بدون که در چه چاهی فرو رفته که نتیجه شوم این جهالت یکیش همین رژیمه؟ حتی مشکل خیلی عمیق‌تر از اینه. و میگه که تقیه واجبه، تا زمانی که قائم ظهور نکرده خروج از تقیه خروج از دین خداست. قائمی هم وجود نداره، یعنی تا ابدالآباد مردم غرق که در دروغ کردن و اسمش این دروغ مقدس و اسمش رو چه گذاشتن؟ تقیه. اونجا کسی زنا نمی کرد. شما رو به خدا این خخامی که خدا لعنتش کنه اسلام رو به این چیزها مبتلا کرده واقعا انتقام نگرفته؟ واقعا انتقام بنی قریظه یا بنی خیبریه رو نگرفته؟ به جای اینکه بشینیم مردم رو دعوت به ارزش‌های عالی قرآنی بکنیم که با بیدینان و ملحدان و کمونیست ها و بقیه مزدوران ظاهر و مخفی دشمنان دین رو باشون در بیفتیم، هزار سال که ما این چیزا مشغول کردن، همش بگیم نه 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 نه. نرنگ کمیه، لیکن نجات مردم واجبه. خشت اول آدم نظاره بره خشت بره بالای خونه کار عاقلانه نیست، پله پله آدم باید درست کنه. خروج از تغییر و این آقا شیخ محدثین ابن باوه قمی که آخوند وقتی اسمشو بگه یا اللهم صل الله هم میگه، چون هرچه ارث برده و هر که نون میخوره از راه اینه این هاست، میگه که خروج از تقیه خروج از دین خداست و خروج از دین امامیه و کسی که از تقیه خارج بشه مخالفت با خدا و رسول و ائمه کرده. چکار میکنیم؟ حالا چطوری حلش میکنیم؟ از ابتدا کار رو درست کرده، اومده مردم مقلد خودش کرده. مقلدم که عقل نداره، مقلد مهارش دست آخونده، افسارش دست آخونده، تکونم بخوره میکشش پیش خودش، یه خورده تکون بخوره وهابیش میکنه، حاضره با همه هم همکاری بکنه. در طول تاریخ اینو چکار میکنی؟ و به دروغ به حضرت صادق نسبت میدم که فرموده که این اکرمکم عند الله اتقاکم. آیا قرآن تحریف میکنه که پیش آیا قرآن میفرماد که مکرمترین شما نزد خداوند پروا پیشگی پیشترین شما متقی ترین شما اینجا میگه نه تقیه کن تقیه اینجا من اتقا کن من کسی که بیشتر تقیه بکنه بیشتر دروغ بگه و حتی به رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اینو نسبت دادن، حتی به رسول خدا هم نسبت دروغ دادن. اینا رو چکار میکنیم؟ دیگه مؤمنی که تقیه نکنه به پیامبر خدا نعوذ بالله، مؤمنی که تقیه نکنه مثل جسدی است که سر نداره. عجب سریه، خدا این سر رو بکنه بهتره. مؤمنی که دروغ نگه این هاست که ملت رو از دین رمانده آقایون، این هاست که امثال علی دشتی و
شجاعتین شفا و دیگران درست میکنه. نگاه میکنه دین دور برای خودشون این چیه؟ خب در ابتدا که جرات نزدیک شدنشون ندارم 20 سال 30 سال بعد میرن جلو. دوستان خواهش میکنم بعدا زنگ نزنید سب کنید. بعد یه هویی میبینه ای بابا در چه منجلابی غرق بودن که نمیدونستن. یک عکس العمل شدید. یا اینا یا عکس العمل هایی که دیگه هر چی که اسم روایت عکس العمل های کوچکتر از این که آقا هر چی روایت باید نپذیرفته بشه. این همش عکس العمله. من روش علمی نیست، روش اسلامی نیست. و به همه ائمه از امام اول دوم سوم بر حسب متعدد خودشون نسبت میدن که امام اول میگه که تقیه از بهترین اعماله که مؤمن میتونه خودشو حفظ بکنه. بابا از اول بگو من ایمان نیار تموم شد و رفت، چرا اجبارش میکنی؟ و از امام سوم نکردن. اگر تقیه نمی بود امام حسین ها از ببین از امام حسین چه نقل میکنن. کی یک شخصیت امام حسین خراب کرده؟ یزید یا اینا؟ والا اینا به امام حسین هزار بار میشه ظلم کردن تا یزید. اگر یزید نمیبود یعنی یزیدی میتراشیدن. اگه یزید هم شکست میخورد در مقابل حسین با یزید همین کارو میکردن. برک هدف نه حسین نه یزید نه علی نه معاویه، هدف چیز دیگه ایه. هدف اینه که تفرقه در میان امت اسلامی انداخت. باور نمیکنید ایناش عراق نگاه کنید. از امام حسین نقل میکنند که اگر تقیه نمی بود موالی ما دوست ما از دشمن ما شناخته نمی شد. بلکه معیار شناخت دوست و دشمن دروغ تقیه نه؟ از امام چهارم نقل میکنن که خداوند هر گناهی رو میبخشه جز تقیه. تقیه اگه کسی تقیه نکنه اینه دیگه نمیبخشه. اونجا گفتن که اگه کسی مطعه نکنه پیش خداوند دماغ بریده برخواسته میشه. مطعه نکنه روز قیامت دماغش بریده و برانگیخته میشه. الان اینجا تقیه نکنه اینه دیگه خدا نمیبخشه. شما رو به خدا کدوم ویرانگر دینی، کدوم ویرانگر اخلاق اینطوری تونسته دین رو خراب بکنه؟ اینا شیعه هم تشیع اینه، اینا مسلمان هم، اسلام اینه، قرآن اینه. برای یک نفر کینه‌توزه ضد اسلام بعد خیلی راحت این چیزها رو پیدا میکنه میبنده به اسلام. اما من خطابم سخنم عوض بله از کرمه من با مسلمون هاست با شیعیان عزیزه تا بدوند که اینها چه جنایتی نسبت به اونها انجام دادن. همون جنایتی کشیهای مسیحی با مسیحیت انجام دادن، کشیهای یهودی با یهودیت انجام دادن. و دوباره از امام پنجام نقل کردن که اینا هم این هم از کافیه که تقیه سپر مؤمنه. هیچ چیزی بر چشمان من دوام تقیه نیست. ولی زمان میگن که وقتی با مسلمان ها بقیه این با ظاهران باشون موافقت کنی باطنان باشون مخالفت کنی. این دینه. ولی زمان آخوند رو میبینیش مثل یه روبا. آخوند مثل یک روبا به هیچ چیزش نمیشه اعتماد کرد. آخوند مدعی ولایت، نه هر آخوندی، چون در جامعه ما متاسفانه آخوند یعنی عالم دین. به امام ششم همینجور ترتیب از امام اول شروع کردن به امام ششم نسبت دادن که به خدا قسم که بر روی زمین چیزی بهتر از تقیه پیش من محبوب نیست. اینم از کافی
به امام هفتم نسبت دادن، حسام بن جعفر که یکی از مریدانش نوشت که وقتی چیزی بهت میرسه نگو که این باطله، ما چیزایی میگیم برخلاف اون چی که شما میدونید. شما نمیدونید ما چرا گفتیم، در چه موضوعی گفتیم. اون چی که ما بهت میگیم چیز شما قبول کنید. و به امام هشتم نسبت دادن که کسی که تقیه نکنه ایمان نداره، و هر کسی از تقیه قبل از خروج قائم خارج بشه، یعنی تقیه نکنه، از ما نیست. اینه اعتقادشون، باورشون در مقدس نمودن دروغ، در قلوب و در دروغ، در افراط و در دروغ. آیا اینها مخالف فطرت انسانی نیست؟ مخالف عقل آدمی نیست؟ بگذاریم از قرآن و سنت. بعد از اینها ممکنه کسی به سخنانشون اعتماد کنه؟ و اگر این حرف ها به درستی شناخته شده بود، روشنفکران دینی به جای سخنان قلمبه سلمبه، به جای مشغول کردن با فلسفه این فیلسوف و آن فیلسوف، به جای اینها برای مردم این آرا و اندیشه ها را روشن میکردند، مردم در دام خمینی میافتادند، در دام آخوندها میافتادند. آیا سازمان هایی مثل سازمان مجاهدین خلق یا متفکرانی اسلامی مثل سروش، مثل شریعتی، مثل تا آخرش، این ویرانگری ها را برای مردم توضیح می دادن و خود هم گرفتار نمی شدن و بهتر از برداشتن اسلحه نبود؟ این همه ببینید کشته شده، ولی تأثیر کدومی که بیشتره؟ آیا کار زیربنایی کارش موثره؟ و چرا این همه تقدیس دروغ؟ چرا این همه مقدس نمودن دروغ؟ من تو دیروز هم عرض کردم به چند علت. اینها وقتی دیدن که، یعنی اول اعتقاداتی بر خود تراشیدن، بعد رفتن سراغ تاریخ، رفتن سراغ قرآن که چیز در بیارن، که بهانه در بیارن. اول با بر این باور رفتن که امامت خلفای ثلاثه باطله و هر کسی با اونا بیعت کرده، همه مسلمان ها یعنی اونا کافران. خب اینجا یه مشکل بود، تکفیر کردن مشکلی نیست، اونا ماشاءالله جمله جمله هم تکفیر میکنن، براشون هیچ مهم نیست. دیدن علی با اونا بیعت کرده، پشترشون نماز خونده، باشون جهاد کرده، خودش رئیس پلیسشون بوده، وزیرشون بوده، همکارشون بوده. وقتی هم که اونها فوت کردن، با خلافت به او رسید، بر منهجشون رفته، هیچ چیز رو هم تغییر نداده. خب این که کل اعتقادات اینا رو پنبه میکنه، چیکار بکنن؟ بلکه از این تناقض خارج بشن، اینو درست کردن. تغییر کرده، کار نداره.
بعد یه باطل دیگری رو آوردن، ائمه رو خدایانی در لباس بشر قرار دادن تا خود جای اونا بشینن. اول آمدن اونا رو معصوم کردن، بعد آمدن برشون کتاب درست کردن، بعد آمدن برشون وحی میشه. خمینی هم که میدونید که میگه اصل ولایت اینه که بر حتی حضرت فاطمه کتاب نازل شده، جبرئیل برش نازل شده، بعضی چیزایی هم که گفته راجب جمهوری اسلامی بوده، از این چرت پرتا. خب و ائمه فراموش نمی کنن، اشتباه نمی کنن. خب وقتی کسی سراغ ائمه میره زندگیشون رو میبینه که همش واقعیت زندگیشون برخلاف این هاست و حتی بسیاری از روایت های خودشون هم برخلاف این چیزی که میگن. راهش چیه؟ این کارها که خب اصل عصمت رو از بین میبره، پس چکار باید کنیم؟ راهش اینه که تغییر درست کنیم. کاری نداره که تغییر درست کنیم، بگیم تغییر کرده، هرچی موافقه تغییر کرده. من هم متوجهید که تغییر چقدر ویرانگریه. بعد وظیفه کذابان آسان بشه. اونایی که بر ائمه دیروز خدمتون خوندم که ائمه چقدر می نالیدند از کذابانی که بر گرد خودشون بودن. اون زمان تعدادشون زیاد نبود، ولی زمان غیر از این زمان. اون زمان کسی جرأت میکرد به یک امام بگه تو معصومید، مثلا به جعفر صادق بگه تو معصومید، اش بگه برای تو کتاب نازل میشه، که جرأت میکرد که چونی کفری رو در مقابل اون بگه. تو غیب میدونی؟ پیران نمیپرند، مریدان میپرانند. برای که حقیقت مذهب اهل بیتو از بین ببرند که همون مذهب، که همون اسلامه و اونا به نام خودشون و اون چرا که از زبان اونها نقل میکنن برای پیروانشون. احزاب سیاسی مخصوصا زیرزمینی دیگه بجر بحث درش نیست، کسی نمیتونه بحث بکنه. کدومی که از این حزبایی که الان مثلا حزب سیاسی، خب از حزب سیاسی که با رژیم جنگیده، مخصوصا اینکه جنگ مسلحانه کرده، پیروانش میتونه با رهبرش با ارزش هایی که در میانشون هست بحث و بررسی بکنه. اینا عموما اما نو سلام نه، بلکه جای بحث بر زیر زمین مخفی کاری که حرفا نداره. که وقتی آدم زیر زمینیه در دانشگاه ها، در اماکن عمومی علمی میشه مطالب بحث بررسی کرد، اما در یک حزب زیر زمینی نمیشه. بلکه اساس برای یه چیز دیگه، بنا برای یه چیز دیگه. بلکه اینها کار دروغگویان رو راحت کنن و به مقلدان چنین بفهمانند که اون چرا که خودشون نقد میکنن رأی ائمه و اون چرا که در میان مردم مشهوره، مردم از میدونن، در مقابل مردم انجام میدن، در مقابل مسلمان ها انجام میدن، اونا مذهبش نیست، میگن تغییر میکنند. یعنی با این حیله هم دو تا تیر میزنن، هم میتونن اقوال ائمه رو رد بکنن و هم ایجاد تفرقه بکنن و هم مذهب اونها را از بین ببرن خودشون به نام ائمه. میدونید الان میبینید که نفاق چرا از کفر بدتره؟ مثلا امام جعفر صادق، امام محمد باقر یه سخنی رو در مقابل باقی مسلمان ها میگه، با اونا موافقه، یه خدا با جماعت ادالله مال جماعت و عادلان مسلمانی حرف رو نقل میکنن مثل بقیه مسلمان ها، اما اینا نمیگیرن. چرا؟ میگن که نه تغییر کرده. اما وقتی کذابانی، راویان کذابی مثل جعفر جعفی و دیگر هشام و بقیه کذابان مشهور که نقل میکنن، میگن نه حرف درست اینه، اون اولی که با بقیه مسلمان ها متفقه اون دروغه. مثلا عرض میکنم
امام زید که در ائمه بزرگوار اهل بیته و زیدیان اتفاقا تقیه ندارن و شیعیان راستین امروز زیدیان امامی اسناشری اصلا شیعه نیستن امروز. اون چرا در میان امامی اسناشری هست همش غلوبه، هیچ ربطی به تشیع نداره. هر که میخواد شیعه بشه بره زیدی بشه، هر که میخواد اسلام رو بدونه مذهب ضروری نیست، کتاب خدا و سنت رسول این بهتره. حالا یک منوان یک حزب سیاسی بخواد دنبال حزب سیاسی باشه، اگرچه زیدی ها بعدها خودشون متفرق شدند و حزب و گروه های متعدد شدند از این حرفا. و امام زید از حضرت علی روایت میکنه که حضرت علی پاشو در وضو میشست، شیخ طائفه این حدیث رو فقط به این حجت رد میکنه سندش درسته، راویش هم امام زیده، فقط به این خاطر که با بقیه مسلمان ها متفقه میگن تقیه کرده، چون با بقیه مسلمان ها رایش متفقه میگن تقیه کرده. زید کسیست که تقیه بکنه. اتفاقا اینو در کتاب استفسار هم هستش نال توسی میگه که من از جد علی ابن ابی طالب دیدم که من شروع کردم به وضو گرفتن و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رسید و پاهامو شستم. علی گفت که پیامبر به علی گفت که علی پاهاتو خلال کن، نماز کن اینجوری. اما چرا این حدیث نمیگیرن؟ چون فقط و فقط نه به خاطر راوی، نه به خاطر این، فقط به خاطر که با بقیه مسلمان هم متفقه. و اینا وظیفهشون چیه؟ وظیفهشون ایجاد تفرقه و اختلاف و نفاق در میان امته. هر چی رو بخواند رد کنن حجت آماده تقیه، چون این خبر موافق بقیه عموم مسلمان هاست با اینکه قرآن دعوت به عدم تفرقه میکنه. ولذا آیت الله برقعی در کتاب زیبای خودش، کتاب 11 جلدیش که جمع کرده همه احادیث که در پیش اهل سنت در پیش شیعه هست، همه اینها مشکل روایت نیست، اینا نمیگیرن به خاطر تقیه. یا حضرت ما یه روایت دیگه از امام جعفر صادق نقل میکنه در باره شستن پاها، باز اینو رد میکنن به خاطر تقیه. یا در اذان همچنین، در میراث همچنین. میدونید که در امامی اثناشریه زن زمین رو ارث نمیبره، خانه رو ارث نمیبره، متاسفانه البته در پیش بقیه مسلمانان زن شخصیتش مستقله، همه چیز ارث میبره. اتفاقا در امارات روایت هم دارن، ولی چون روایتشون هیچ اشکالی هم در روایتش ندارن، روایت هم شیعه، راویان هم شیعه، ولی چون موافق با بقیه مسلمینه توصیه میگه نه ما اینو بر تقیه هم میکنیم. پس الان میدونید که چرا اینها این همه به تقیه چسبیدند. راجب نکاح، راجب متعه در کتب خودشون از زید ابن علی، علیه السلام روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و سلم متعه را روز خیبر هم متعه و هم گوشت گورخه رو حرام اعلام کرد. اما حر عاملی میگه که نه، ما میگم که اینا بر تقیه، برای که اباحه متعه ضروریت مذهبه. پس نگاه کنید، هدف از تقیه آسان کردن راه کذابان، مویرانگران و احزاب سیاسی است و از بین بردن وحدت کلمه مسلمین
و ایجاد تفرقه و اختلاف بین یاران پیامبر و اهل بیت پیامبر، با ایجاد وارد دست شدن شیطان. همین کاری است که الان ما میبینیم. بعد کسانی که مبدأ تغییر رو گذاشتن، مبدأ دروغ گذاشتن، دروغ رو مقدس کردن، اولین ضربه رو شیعه زدن. شیعه را از بقیه مسلمین اصل کردن، مثل گیتوهای یهود. یهود چطورن؟ در هر جا که میرن گیتوهای برای خودشون تشکیل میدن. اینها من دور بر شیعه چنان سوء زن، چنان سوء فهم، چنان در حاله ای از خرافات و خرابات گذاشتن که اونها را از بقیه مسلمان جدا بکنن. بله، ما فرقه های متعدد مسلمین میبینیم، حنفی هست، شافعی هست، مالکی هست، سنی، نمیدونم معتزلی و عوازی، هیچ کدومی حساسیت ها نیستش. اما بین شیعه و سنی یا بین شیعه و بقیه فرقه ها اینطوری نیست. برای که هر کی اینا رو نگاه میکنه میگه اینا دروغ میگن، تقیه میکنه هر چی حرف اگه بشناسه، نشناسه که هیچ. و هدف اونا یکیش هم این بوده. پس شما با چیز نکنید دوستان محترم، وقتی در کشور، در دنیای، در دنیا، در همه جا وقتی میبینید باشم با بعضی با ممکنه بد برخورد بشه، برای که چون این برخوردی داره، چون این برداشتی داره، هر چی شما حرف بزنید میگه تغییر میکنید. یعنی شما رو از رو آخوندت میشناسه، اون چی میدونه شما کی هستی؟ شما رو از رو کتابات میشناسه. مشکل اینجاست. ولی زه ضربه ای که آخوندها بر تشیع زدند و بر شیعه ها زدند، از هر ضربه هم کاری تره اینه که دیگران تصدیقشو نکنن. به زبان ابو عبدالله نقل کردن که هر چی را از زبان من شنیدید که با دیگران موافقه، این من به تقیه گفتم. هر چی را که با دیگران مخالفه، اون در اون تقیه نیست. خب این سخنان در واقع پیروانشون رو یا پیروان این باورها رو به طور کلی از اسلام خارج میکنه، اونها رو در ردیف ملحدان و زندیقا قرار میده. بنه که اصل رو در مخالفت با مسلمان ها گذاشتن. و نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که با کفار موافقت کنند و با مسلمان ها مخالفت. نمونهش هم عراقه. میبینید که چطوری زندیق های قرن های متمادی به نام تشیع با مردم چطوری بازی کردن؟ پس آثار شوم این تقیه اینه که مذهب اهل بیت به طور کلی از بین رفت. حتی شیوخ مذهب نمیدونن که قول امام جعفر صادق کدومی کیه. و اینجاست که برعکس همه مذاهب اسلامی، بلکه یه حزب سیاسی بود نه، برعکس همه مذاهب اسلامی، این سوال رو من در ایران مطرح کردم، بارها اینجا ذکر کردم در یک جلسه بزرگ بین شیعه و سنی، که آقایون علمای اعلام، علمای ارجمند، هر مذهبی به درجه از تکامل رسیده که آدم آرای اون مذهب از رو کتاباش بشناسه. یعنی الان شما بخوایی مذهب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی، عبازی اینا رو بشناسید، بعضی از کتاب ها در داخل مذهب است که اقوال مفتابی رو در اون کتاب میده، در اون مذهب میده، اقوال راجعه در مذهب اینه. این درجه است تکامل رسیده. شما مذهبتون کجاست؟ چرا مذهب جعفری، امامی، اصناشری یک کتاب مفتابی نداره؟ برای که مذهب تو جیب آخونده، تو جیب مرجعه، نمیخواد که مفتابی داشته باشه، میخواد مقاله تو جیب اون باشه، برای که جیبشو لازم داره، عقلشو به دستش میگه برای که جیب اونو لازم داره. ما نیست. الان شما مثلا امام جعفر صادق رو بدونی کیه، پیش کیه؟ اونی که سیستانی میگه یا اونی که خویی میگه، اونی که خمینی میگه؟ اصلا چه نیازی به مرجع هست؟ حق که با گفتن صاحبش نمیمیره که. یعنی سیستانی از امام جعفر صادق بلدتره، خمینی بلدتره. هیچ کن جوابی نداشت، همه سرشون این کنید بازی کردن. صنعت نمیدونم همطور که چیز میشه پیش میره مثلا میکنید، گفتن نه آقا این که دست به باطله،
مذهب اول کامل بوده، الان داره ناقص میشه. دین از ابتدا کامل بوده، دین پیامبر کامل بود، هرچی جلوتر بره ناقصتر میشه تا اینکه طور کلی از بین بره و قیامت ما وقتی به برپا میشه در روی زمین یه نفر لا اله الا هو نباشه، تا زمانی که بر روی زمین یک نفر موحد هست قیامت برپا نمیشه. در اشرار خلق قیامت برپا میشه. ولذا خود شیوخ مذهب، خود آخونده حیران هم. و یوسف بهرانی صاحب الحدائق اعتراف میکنه بر این که در احکام دین جز اندکی چیزی نمونده، بلکه معلومه کدومی کش به تقیه گفته شده کدومی کش نه. کافی ده خودش در این مورد حیرانه و اما دوستان صبر کنید، یه ده دقیقه دیگه صبر کنید، 7-8 دقیقه دیگه صبر کنید، تلفن‌ها رو باز میکنم. در چه مورد تغییر رو انجام میدن؟ خب اخبارشون نشون میده که مرتبط به حالت ضرورت نیست. یعنی حتی ائمه تغییر میکردن، اگرچه بقیه مردم کسی نبود، بین دوستانشون بودن و کلینی از جلد 1 صفحه 265 و 266 میگه که من پیش ابو عبدالله بودم، یه شخصی از آیه از کتاب خدا سوال کرد، یه جواب بهش داد، دیگری اومد یه جواب دیگه بهش داد. میگه عجب، من قلبم داشتم با کار پاره میشد. میگه من ابو خداده که دولما بزرگ شام اونا رها کردن در شام که از واو اشواش اشتباه نمیکرد، اومدن پیش این که این همه اشتباه میکنه. بعد یه نفر سومی اومد با یه جواب دیگه داد. آه الان ببین چطوری بازی رو، من الان فهمیدم که این داره تغییر میکنه. بعد این آیه رو خون، ما اتاکم رسول فخودو و من هاکم انو فانتهو. اون چرا که رسول به شما میگه بگیرید، اون چرا که نهی میکنه ازش دوری کنید. البته این دلیل بر حجیت سنته، نه دلیل بر حجیت سنت ائمه یا غیر ائمه. رسول غیر از دیگرانه، میگه ما این یه بهش اضافه میکنه، اون چی که به رسول خدا سلام داده شده به ما هم داده شده، یعنی اون چرا که ما بهتون دستور دادیم شما انجام بدیم. ببینید حتی امام جعفر صادق و رضی الله تعالی عنه چگونه مرحله خودشون قرار دادن که با قرآن داره بازی میکنه. آیا این الحاد در کتاب خدا نیست؟ این بازی در با دین خدا نیست؟ اینا تغییر نیست، اینها ویران کردن دین خداست. با میگن که امام حتی حلال و حرام میکنه، حرام و حلال میکنه با تغییر. من از الان تلفن ها رو باز میکنم ولی دوستاشو تلفن از الان بازه. این هم روایت های تغییر، هم کاربرد تقیه نشون میده که جز دروغ محض و جز نفاق و جز نیرنگ چیز دیگری نیست. و اینجاست که مسلمان ها باید به دین خود اهمیت بدن و اون چرا که آخوندها راجع به دین بهشون میگن گوش نکنن، اصلا گوش نکنن. و اون چی که صراحتا دلیل بر اینه که گوش خدمتون جناب، اون چی که صراحتا دلیل بر اینه که دروغ محض شده تقیه، کاربرد تقیه. جناب بفرمایید. سلام علیکم. سلام بر شما. سلام علیکم. سلام علیکم. خوشحال باشیم بک. سلامت باشیم. خواهش میکنم. آقای؟
باش. چشم. من خودش که بودم خونه اتون. آها شما پیغام گذاشته بودین؟ بله. آقای محمدی؟ بله. خب اگه شما لطف کنید بعد از برنامه زنگ بزنید. من الان اینه اعلام میکنم. بعد برنامه شما لطف کن کوچی برداره خیلی ممنون میشه. این تلفن ها مالا خودمه، بعد من به شما حساب میدم. باشه. قربان شما. خیلی متشکرم. خدا خیرتون بده. خدا حافظ شما. تلویزیون اگر میتونین حسابتون رو روی صفحه تلویزیون بذارین. این آقای محمدی قبلا هم لطف کرده، از دبی زنگ میزنه میگه که ما دو نفریم، هر نفر 2000 پوند برای برنامه میدیم. اگه دوست دارین شماره حساب بزنین روی تلویزیون که بنویسن. اگر نه ایشون بعدن اگر آماده نیست پیش شما به خود من زنگ بزنه، من شماره حساب شما رو بهشون خواهم داد. خدا خیرتون بده، هم شما رو و هم همه کسانی رو که در صدد نشر راستی و درستی و دوری از بدعت ها و شرک و آلودگی ها در جامعه ما هستند. و به عنوان مثال از ابو عبدالله روایت میکنند که جعفر صادق رضی الله تعالی عنه، با او صادقه و اینا دروغو هن. فکر نکنید که ائمه اینجوری بودن، این دروغ ها رو بهشون بستن. درسته اونا رو بدنام کردن، درسته، ولی حرف لایکا رو گوش نکنید که به اونها اهانت میکنن. حرف امثال بشیری و امثال گنداوند و امثال اینها رو گوش نکنید. درسته که نسبت هایی که امثال زاکری و امثال هدایتی و تلویزیون سلام به ائمه میدن نادرسته، ولی ائمه رو نباید از راه اینها و تلویزیون ایران شناخت. بلکه آنچه را که بقیه مسلمان ها با صدق و راستی از اهل بیت نقل کردن، اونها را از روی کسانی که بدون افراط و تفرید از اونها روایت نقل کردن، اونها را بشناسیم. جانم بفرمید. الو الو جانم بفرمید. سلام شاید مولانا. سلام علیکم. شما خوب هستید مولانا؟ شما جناب؟ من میخواستم راجع به عراق صحبت بکنم اگه اجازه بدید. موضوع من موضوع عراق نیست جناب، موضوع من موضوع تغییر. بله میدونم راجع به تغییر داشتید صحبت میکردید، اما اگه مطلع باشید امروز تلویزیون های ایران و عراق بود. برنامه من سیاسی نیست آقا، برنامه من سیاسی نیست، این برنامه دینیه. بله آقای ملازاده میدونم. خب میدونم که آقای زرخاوی فوت کرده، من میخواستم به شما تشکر بگم، همکارشون هستید به هر حال. خب به به آقای اطلاعات، به به ماشاءالله آقای اطلاعات، برو کشک بساب، برو که اطلاعات کشکاگی. میدونم اطلاعات شما امروز خیلی خوشحاله، سیستانی هم بهتون تبریک گفته. بله چشمتون سرد باشه. نوکران استعمار، اطلاعات نوکران استعمار، ستون پنجم دشمن. جناب بفرمایید. سلام عرض می‌کنم آقای ملازده. سلام بر شما جناب ملازده. من یه سوالی از حضورتون داشتم. برنامه زنده است الان؟ بله برنامه زنده. من سوالم این بود که نظر شما راجع به کشورهای همسایه ایران که اغلب از عزیزان سنی ما هستند، چرا اینها روابطشون اینقدر صمیمیه با دولت ایران و که دولتی که اینقدر داره ظلم میکنه به سنی ها در اقصا نقاط تهران ایران و دیگر نقاط کشور اسلامی، نظرتون خواهش کنم در این مورد بفرمایید. سوال خوبیه. ممنون میشم، خیلی متشکرم. سلامت باشید. سوال بسیار خوبیه، بسیار سوال خوبیه. جانم بفرمایید. الو 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 بفرمایید. سلام علیکم جناب شهر. علیکم سلام و رحمت الله. خسته نباشید. فرمان شما آقای خونجی؟ بله. اگه صدا تو میخورده بلندتر کنی متشکر میشم. بله چشم. خیلی ممنون از این همه زحمتی که میکشین. سلامت باشین، خواهش میکنم. ما
من مزاحمتون شدم، خدمتتون عرض کنم که یه تقریبا دقیقه قبل رفتم روی کانال سلام، یه آخوندی بود و یه نفر رو دعوت کرده بودن، از راه تلفن داشتن سوال میکردن ازش، منم دو تا سوال کردم ازشون. بله. حال اولم به این صورت بود که چون درباره اهل سنت صحبت میکردن، سوال کردم که آیا در دو تا نظر من البته، بله، آنهای بزرگ، شهرهای بزرگ ایران، یکیش تهران و اون یکی هم مشهد، بله، مسجدهای اهل سنت هست یا نه؟ این سوال اول بنده بود. سوال دوم بنده هم این بود که آیا واقعا امام زمانی وجود داره یا نه؟ بله. در رابطه با سوال اولم، آیا مسجدی هست در تهران یا مشهد؟ اینجور جواب دادن. اونم به طرز سوال دوباره از من سوال کردن که منم از شما سوال میکنم، آیا در مدینه، در مکه، در ریاض، در این سه شهر بزرگ سعودی که چیزی حدود بیشتر از 8 میلیون اهل شیعه هستن، آیا اونجا مسجدی برای شیعه ها هست یا نه؟ این سوال کردن از من. و جواب دومش هم این بود که در رابطه با مسجد در تهران، خب سیاست دولت حتما اینو میگه که مسجد اهل سنتی نباشه در تهران، اما در مشهد مسجد اهل سنت هست و نماز میکنن. و در عوض در بلوچستان ما چیزی حدود 1200 مسجد داریم که در هر هفته نماز جمعه رو میخونن و فقط 10 مسجد اهل شیعه داریم که نماز جمعه رو میخونن. و من باز یه سوال دیگه داشتم که دیگه موفق نشدم برم رو خط ایشون، که آیا واقعا شما دارین مقایسه میکنین به جایی که 90% سنی نشین هستن با جایی که مثلا، باز همون سوال که 90% شیعه نشین هستن، این که این دوتا با هم کاملا، یعنی سوال کاملا فرق میکنه با هم. بله. در کل در رابطه من و سوال دوم که در رابطه با امام زمان بود، گفتن که بله در مسجد چمکران چند نفر، در مسجد چمکران اگه شما بیاین 5-6 هفته پشت سر هم، تا شما به واضح و یه علاماتی به شما داده میشه که امام زمان اونجا تشریف دارن و شما رو میبیرن. خیلی ممنون جناب. خواهش میکنم. خیلی متشکرم. سلامت باشید. جواب خواهم داد. همین رو جواب میدم. با امید خدا. جناب بفرمایید. الو. 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 نبود. الو. بفرمایید. سلام آقای ملازاده. سلام با شما. بفرمایید خانم. آقای ملازاده تسلیت عرض میکنم که دوستتون در عراق مردن. چرا؟ مگه ایشون شما خوشا شما از شما کسی رو کشته؟ بله همه. برو گم شو کسافر. خوشحال باشید، ولی ایشون رو امثال ایشون، من کل مقاومت عراق پوز امریکا رو به زمین مالید و پوز شما رو به زمین مالید، شما نوکران اطلاعاتو. شما میخواید برنامه رو منحرف کنید، من میدونم نوکران اطلاعات امروز خب زن و مردشون بلندن. تسلیت عرض میکنید، تسلیت به پدر مادرت بگو که بچهات کشن. بی شرف، اگه شرف میداشتید این حرف رو به من نمیزدید. جناب بفرمایید. قربان، سلام عرض میکنم. سلام بر شما جناب ملازاده. جناب بفرمایید. خدمت شما عرض کنم که من صبح این برنامه آقای صالحینی ها رو 5 دقیقه نگاه میکردم. ایشون مطلبی رو مطرح کردن که برای من خیلی متعجبانه بود، و اون این بود که گفتم که تو قرآن نوشته که آسمان ها روی کوها قرار دارن. بله. و عقاید آقای دکتر ملازاده با خمینی عقایدشون یکیه. بله. من خواستم در این مورد
آخه بگم آقای داور چرا اجازه میدن یه همچی کسایی بیاد توی؟ نه بذار اجازه بدن آها، بذار هر کسی مردم خودشون رسوا کنن. از خوبی دموکراسی آسمان ها روی کوه قرار داره تو قرآن. او سوادش اینه دیگه. جواب کنم داد چشم. خیلی ممنون. برمان شما. خواهش میکنم. الو؟ جانم بفرمایید. الو؟ جانم بفرمایید. چی؟ خب. الو؟ بفرمایید جانم. علیکم السلام و رحمت الله. شما سلامت باشید قربان شما. شما خوبید؟ الحمدلله. آقای ملازده شما فهمیدید که از امام حسین یه حدیث نقل کردید راجع به بله بله بنده حدیث که چه ارز کنم؟ روایت های رافضی ها رو نقل کردم. حدیث کجا؟ بله همین منم همین ارز میکنم. بله اینا که این حدیث را درست کردن، خب اگر امام حسین این حدیث را گفته و اون تقیه را گفته، بچه را این سوال میاد، بچه خود امام حسین علیه السلام خودش تقیه نکرد و خود و اطرافیانش را به شهادت رساند و زن و بچه اش را به اون روز انداخت و اسیر شمر و یزید کرد. آیا این عاقلانه از کدوم این حدیث را میگن؟ آیا این آبروی امام حسین علیه السلام را نمیبرد؟ اینا چطوره این آدم های عاقل هن این حدیث را میگن؟ یا اینکه میخوان آبروی امام حسین رو بلکه آبروی پیغمبر رو ببرن؟ اینا نام امام حسین میگیرن تا ناکر را بوش بشن بج... و الا امام حسین کجا و اینها کجا؟ اما آخه اینا یه حدیث هایی درست میکنن که خلاف عقله. اما شما فهمیدید روشن فکران و دانشمندان دینی چرا مردم را بیدار نکردن؟ بله. و واقعیت دین و قرآن را به مردم نگفتن؟ بله. جواب اینی که از مال دنیا و ثروت و از راحت طلبی نتوانستن بگذرن. آفرین بر شما. بخواستن بیچاره مردم کار کنن، زحمت بکشن و اونها در راه های مختلف مال اونها را از دستشون بگیرن. آفرین بر شما. چیز دیگه نیست. البته جزای اینها را خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم باید بیان فرموده که اینها که نمیگن به مردم، نمیگویند، قایم میکنند. دیروز هم شما فرمودید که راجع به کتمان کردن، قایم کردن حقیقت بیان فرمودید. در سوره بقره سوره 2 آیه 175 می فرماید این الذین یکتمون ما انزل الله من الکتاب یشترون به ثمن قلیلا، اینا که قایم میکنند و واقعیت را به مردم نمیگن، اینها را خداوند با اینها روز قیامت حرف نمیزند و اینها را پاک نمیسازد و برای اینها عذاب علیم. اینها او این اشخاص کیا هستند؟ این اشخاص اونایی هستند که اولای کلزین اشتره و زلالت بالخدا، زلالت را به هدایت چیز کرد، ترجیح دادن و به بهای اندک این دین را فروختن و قایم کردن. برای اونها عذاب دردناک، تما اسبر هم علمنار، و چی چیزی خدا می فرماید چی چیزی اینها را قبول کرد، یعنی خودشون را حاضر کردن آتش جهنم قبول کردن ولی حقیقت را به مردم نگفتن. خیلی ممنونم. سلامت باشین. خیلی متشکرم. سلامت باشین. دوستان چند دقیقه به من اجازه دیم این سوال را جواب بدم. دوستی که سوال کردن که چرا روابط این کشورهای عربی با ایران صمیمیه، متاسفانه این حرف درسته. برای که اولا این کشورها هیچ کدومشون اسلامی که نیست، سنی نشین هند، مسلمان نشین هند، فقط مثل که ایران شیعه نشینه مثلا اینطوری. والا هیچ کدوم این کشورها عقیدتی نیستند، اصلا دینی نیستند، هیچ اهمیتی به سنی و به دین و به این چیزا نمیدن و هر کدوم مشغولند که جیب خودشون رو پر کنند، تاج تخت خودشون رو حفظ بکنند و حتی یک نفر از اهل سنت پناهندگی ندادند. یک نفر از اهل سنت در تمام این کشورها پناهندگی ندادند. من هم اکثر این کشورها رو گشتم قبل از اینکه بیام اینجا و
روابطشون سمیه به خاطر دنیای خودشون، اونا براشون مساله ملیشون مهمه. مساله ملی هم کلمه بزرگی البته، براشون جیب خودشون مهمه، مساله منافع خودشون مهمه. فقط همین خلاصه مطلب اینه. و اگر دید سیاسی هم می داشتن، اگر دید سیاسی هم می داشتن، حداقل از اهل سنت ایران همون استفاده رو میکردند که مثلا ایران از شیعیان کشورهای عربی میکرد. حتی این دید سیاسی رو هم نداشتن، این جرأت سیاسی رو هم نداشتن. ترجمه میکنید؟ بلکه اینا مهرها شطرنج هر روز به عوضشون میکنند. بعد آقای خونجی راجب مسجدی که در تهران و در مشهد خراب کردند که شما نپرسیدید. در مشهد مسجد مشهد رو خراب کردند، مسجد شیخ فیض و یکی دوتا مسجد کوچک در اطراف مشهد هستش که آقای طباسی میگه که در 60 کیلومتری قبر امام رضا نباید یک مسجد باشه، برای یک نفر سنی باشه. جناب بفرمایید. الو. بله بفرمایید. آدم بیت. بارو کشف حساب اطلاعاتی. برو. امروز شما امریکا امروز خوشحالی نه؟ اطلاعاتی ها. برید تغییر کنید، برید دنبال تغییر ها و این کاری که از شما میخوان. سفارت نشستی زنگ میزنید. همجا تو مال لندن هم. بعد در تهران که مسجد نیست شکی نیست، در همه شهرهای بزرگ ایران و اهل سنت مسجد نیست. اما این که سیاست حکومت اینه، خب اگه سیاست حکومت اینه، پس شما چرا به عربستان و جای دیگه ایراد میگیرید؟ اگه سیاست حکومت ایران رو قبول دارید، پس سیاست اونا رو هم قبول داشته باش. وانگهی این چه معرکه‌ایه؟ این چه مکریه؟ چه فریبیه؟ اگه با هر دولتی مشکل داشته باشن، اهل سنت واجر معامله هن. بلوچ ها ایرانی هن، کرد ها ایرانی هن، ترکمن ها ایرانی هن، اهل سنت ایران ایرانی هن. به ما چه بر بود که به شما که به شیعیان عربستان اجازه میدن یا نمیدن؟ هر ملتی در کشور خودش باید مشکلاتش حل و فصل بشه. بعد من دوباره به این موضوع باز میگردم. بفرمایید. آقا برید. برو بابا، برو کشکر. برو کشک بساب. خانم کشککی. جناب بفرمایید. الو. جناب. سعنت. خب غیر از لام چیز دیگه نداری شما نه؟ تربیت آخوندی غیر از لعن نمیشه دیگه. تربیت تقیه‌ای غیر از لعن نمیشه. خب اگه شما مردید، چرا این حرفایی که من رد میکنم رد نمیکنید؟ اگه شما یک ذره ارزش دارید و خودت ارزش قائلید، این همه آخونده از تو خمس میگیرن، 300-400 هزار تا آخوند دارید، این حرفایی که بنده میگم یه ردشون کنید. اما مشتی لعان، مشتی سباب، مشتی خرافی، مشتی سینه بزن، بهتر از این نمیشه دیگه. کت خدای ده که مرغابی میشه دیگه جوجه هاش چی میشن؟ بفرمایید جناب. حالا مخاطب به آقای دکتر. بفرمایید. سلام بر شما. قربان شما. من میبینم که قربت لله چه معنی داره. خیلی ممنون میشم. مرسی. سلامت باشید. زنده باشید. خدا نگهدار. خدا حفظ شما. قربتون لله یعنی به خاطر نزدیکی با خدا. قربت یعنی نزدیکی. انسان کاری رو که میکنه، عبادتی که میکنه، به خاطر تقرب به خداست، نزدیکی به خداست. چون امر خدا را اطاعت میکنه، به خداوند نزدیک میشه. چون از امر خدا دوری بکنه، به شیطان نزدیک میشه، به خودش نزدیک میشه. همه عبادت های درست قربات الله. نماز، گوشی جناب، نماز، روزه، حج، زکات، خمس، نه عباداتی که خداوند درست کرده. این اما اینهایی که شما در تلویزیون میبینید، اینها قربتون از شیطانه. چرا؟ چون عباداتی است که شیطان ها درستشون کردن، بشر درست کرده. سینه زنی، تقیه، مطعه، اینها قربتون از شیطانه.
هر عبادتی را که خداوند نگفته قربت به شیطانه، به خاطر نزدیکی به شیطانه. جانم بفرمه. الو جانم. سلام علیکم. سلام بر شما. شما من تعرضه زنگ میزنم. بفرمه شما. یه مشکل بزرگی برای ما پیش اومده های ملازاده. بله چی هست؟ کشک بود امروز نمیدونه کشک بسوید؟ کشک بود تموم شد. خب بسیار، پس دوباره پیدا کن. بفرمه جناب. آقای ملازاده سلام علیکم. سلام بر شما. آقای مازد من اینم خواستم صحبت کنم، نظر شما نسبت به آقای یعقوب لیث صفاری چیه؟ اون یه بلوچ بود، شما هم یک بلوچی. حالا من خواستم ببینم که در حال یه فرق بین شما شما و ایشون هست، میخوام ببینم شما نظرتون در مورد ایشون. بسیار خوب، چشم. بله ببخشید. او معذرت میخوام، قطع شدی جناب. با عرض معذرت، من فکر کردم تموم کردی. با عرض معذرت. بفرمایید. الو الو بفرمایید. الو خرگون ها بگو نه مردک بعد برای فوش آمدید. الو اینا تقیه پیشگانند. وقتی از تقیه حرف میزنی دست پرورده آخونده، دست پرورده اطلاعات، نگاه کنید چطور نشون میدن. از فوشاشون معلوم شد از کجا هستن. الو الو سلام بر شما. سلام بر شما. بفرمایید. سلامات باشید. بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی متشکرم. خدا حافظ شما. ایشون سوال میکنه من چرا زندگی رو انگلستان انتخاب کردم؟ بلکه جای دیگه نداشتم. جای دیگه نداشتم. تهدید به ترور شدم. من از ناچاری اینجا اومدم. فقط همین. تنها جوابم همینه. حقیقتم همینه. من قبل از که اینجا بیام امارات زندگی میکردم. اما اونجا تهدید شدم. تهدید به قتل شدم. و همه دوستان نصیحت میکردن که برم بیرون. و خیلی هم برام سخت بود حقیقتا. و الان اینجا هم تهدید شدم. و جالب اینه که اینجا الان که شنیدم 4 نفر برای قتلم فرستادن، برای اولین باره که هر موقع من تهدید میشدم به اسکاتلندیارد خبر میدادم فوری اهمیت میدادم. این دفعه 2 بار خبر دادم هیچی اهمیت ندادم. من اینجا حس میکنم که یه تبانی باید وجود داشته باشه. البته میدونید که اطلاعات ها و سواک ها اینا یه دولت جداگونه ای دارن غیر دولت های رسمی. جناب بفرمایید. الو جناب بفرمایید. سلام. بفرمایید. بفرمایید آقا. بفرمایید زود باش. بفرمایید. از اولش من میدونم اینه که زیاد احوال پرسی میکنن فحاشان هم جنم. بفرمی جنم. سلام با شما. بفرمی بفرمی. باش کش فرموش دیگه نداری؟ خیلی متشکرم. ایشون راجع به امام زمان سوال میکنه که من برای که فوشا کمتر بشه تا حد امکان ناچارم که اینطوری برخورد کنم. جواب خواهم داد. جانم بفرمایید.
سلام بر شما، سلامت باشین، بفرمایید. به استرا مناظره علمی باشه افرادی که الو بله بله افرادی که به اصطلاح مستند و مدلل با استفاده از دلیل و برهان صحبت میکنن بیان روی خط. مگه تا حالا کسی اومده؟ تا حالا که جز یا فحاش میاد، البته اینا که مخالفان موافقان که زیادن الحمدلله. یعنی شما الان تغییر جایز میدونی؟ ببینید نه جواب منو بدید، شما در علمی تغییر جایز میدونی؟ در علم نه، در علم هیچ وقت نمیشه تغییر کرد. نه در علم دینی قصد شده شما یا نمیدونم خودتون از طرف شما قصد شد. دوستان من همه این سوالا رو نوشتم جوابش کن خواهم داد. الو الو شما هم قاطع عجیب چرا قاطع میشه تلفن هم بود. الو جناب بله بفرمایید. بله سلامت باشید، خواهش میکنم. بله الو بله بله در سنت داریم که کسی که سیغه باشه فاحشه است، درسته؟ نه در سنت چون این چیزی نداریم، ولی در سنت سیغه نهی شده. در سنت نداریم که کسی سنت باشه فاحشه. اما شما یک سال دیگه دارم گوش کن. این اگه مثلا اگه کسی دیوه شد خب چیکار کنه؟ احتیاج داره مرد بگیره، احتیاج داره مرد بگیره. بله؟ احتیاج داره مرد بگیره. خب الان مرد نیست. نه مرد عجب بره زنا بکنه؟ بله؟ راه حل زنایه؟ زنا نمیشه که گوش کنید، زنا نمیشه، مرد نیست. الان شاید اصلا نمتونست مخارج زیاد بود. نه اینا همش حرفه، اینا همش حرفه. یعنی چی؟ آخرش میخوای فوش میدی، من میدونم ما رو سرکار میذاره و آخرش فوش میدی. الو بفرمایید. سلام و رحمت الله. خوبه؟ سلامت باشین، خواهش میکنم. خوبیت خوشتون صدای شما بزرگوارم مشنوین. سلامت باشین، خواهش میکنم. من شما را زنده و سلامت داشته باشه. خیلی متشکرم، خدا شما را حفظ کنه. دین اسلام بر همه مردم مسلمان ها بر دیگه مذاهب هم شما خدمت میکنید. خواهش میکنم، لطف داریم. خدا شما را پاینده و تابان و سربلند داشته باشه. سلامت باشید، خدا حفظ میکنم. یکی هر کسی که بلای میاد توهین میکنه در وقت دشمن های اسلام است و دشمن های تمام مذاهب است. کسی هستن که خودشان خود معرفی میکنن ما کی هستن، چی تربیت دارن و اخلاق از اون چی از دارن، چی خود نمایان میکنن در همه مردم. بله ایک گفتار از اونها، این سخنان از اونها دین اسلام ها بدنام نخواستن از کنه، در دین اسلام ها پایی نخواد بود. دین اسلام اما قدر که قوی است، بلند است، خداوند که یک همت و قوت بر تمام مسلمانان داده و حتی تا آخر عمره و تا آخرین نفر که زنده خواد ماند دین اسلام پایدار و اثر بلند خواد بود. با گفتی دین ها این چیز نخواد شد، این چیز نخواد آمد. مسیح حضرت مسیح سلام از را میگذشت و یک فامیل یهود که بالا از اون خاص خاشات که میانداخت روز تیر شد که اون نفر نبود. پسرش پرسان کرد که چرا؟ گفت پدر من مریض است. گفت چرا خاک ننداختی؟ گفت امروز بر من نگفت خاطر که مریض بود. حضرت مسیح سلام رفت دیدن نفر یهود و او یهود وقتی که دید حضرت مسیح سلام از قدر مهربان است و واقعا که مسلمان یعنی اسلام چیست، عاجل کلمه خواند به دین اسلام آمد. این کسی هستند که آخر نه آخر به دین اسلام پای خواد بودن و خواد دانستند که اسلام یعنی چی. ببینید که تمام مذاهب و تمام مردم از دین اسلام شکایت میکنن، توهین میکنن، ولی من تا حال یک مسلمان واقعی رو ندید که دیگه مذاهب بد بگه و توهین کنن. و چند وقت پیش یکی از آقایای به نام رضا فاضلی را به حد اندازه دین اسلام توهین میکرد و آقای حمید کشش
نمیخوند که کی هستین یا دشمنای اسلام هستن؟ نه کشیش همید کشیشه، یکی شیعه بوده مسیحی شده الان رفته کشیش شده، ایشون توهین میکنه. بله چیزهایی میگن که واقعا خوب ایخو بر ما تأثیر نمیندازن و خداوند اعمال اینا رو میبینه و خداوند یک کار و غضب و سلطنت نازل خاطر از ما میکنه انشاءالله. خداوند کریم است، خداوند رحیم است و گفتار از اینها هیچ چیز نخواهد شد و عالم خودش هم در تلفن خود در خنان خود و بر آقای ملازده زنگ میزنم و حواظ خود تغییر دادم میرم ببینیم که خودشان سرخوش هایی میدهد و خداوند شما یک حمد توان دادد، صبر توان دادد و دیگر هم خداوند شما صبر و حمد بدهد که مقابل اینمی خسم خیانتکارا توان و حمد داشته باشین. خیلی متشکرم. بس بر شما مفقد میخواییم و او کسی که در عراق شهید شدن البته شهادت نصیب شدن، شهادت شما بر فامیلش بر تمام مسلمان تبریک میگم و هر کس که تسلیت میگه تسلیت نبیه بر ما شهادت تبریکی بگوید و اسلام پیروز است، اسلام پیروز خواهد بود، اگرود اسلام کامیاب شده نیزه تمام دنیا. خدا حافظ و شما بخیر بود. خدا حافظ شما. دوستان اجازه بدید من یه چند دقیقه سوال رو جواب بدم. الو الو بفرمایید. ای ملازاده تو این 8 سال جنگی که ایرانی ها کردن این همه بچه های مردم رفتن شهید شدن، چند تا از این هموطن های سنی مونم رفتن شهید شدن. اولاک زیاد رفتن، خیلی زیاد، چه در کردستان چه در بلوچستان، ولی کار اشتباهی کردن. چرا اشتباه کردن؟ برای که نباید از رژیم جنایتکار دفاع میکردن، به زور بردنشون. من صبر کن پالوخوانا رو صبر کن. من دو سال بعد از چیزو نظرم این بود، همون تو ایرانم هم گفتم دو سال بعد رفتن به جنگ جایز نبود، برای که جنایت ها بعد از اون از طرف خمینی و خامنه ای شروع شد. برو کشک بسه، برو کشک بسه مردار، در چه مقامی بودی؟ تو این نیستی که منو بازجویی کنی. اجازه بده من این سوال رو دوستان یه 10 دقیقه زنگ نزنید لطفا. برو یه خورده کشک بسه با امام زمانت اونجا با هم کشک بازی کنید. در چه مقامی بودی؟ برای دوست عزیز، پس علت روابط صمیمی این کشورها با ایران منافع دنیوی است، هیچ ارتباط چیزی دیگه ای نیست. اما آی خونجی وقتی 200 مسجد در عراق خراب کنن، شما دیگه اینکه در ایران مسجد اجازه نمیدن فکرش رو نکنید. اینا ایجاد شدن برای دشمنی با اسلام و این خط باید ادامه بده. باید این خط ادامه داشته باشه و اما اینکه در کل مناطق سنیشین 10 تا مسجد است، این از دروغ این آقایی که حرف زده یا از بی اطلاعیشه. در حتی در قریه های دور بلوچستان مسجد برای شیعان وجود داره که 2-3 شیعه بیشتر درش نیستش. و اما برای اهل سنت حتی در مناطق خودشون اجازه بنای مسجد نمیدن. خیلی خیلی سخت، خیلی سخت. و اما حرف این عمله کونیست عملهی که آسمان ها در کوها قرار دادن، این حماقت بیش نیست. آسمان ها در کوها قرار دادن، این میخواسته حرف شجاع رو شجاعالدین شفا رو نقل کنه که اونم اشتباه کرده ولی نمیدونسته چطور نقل کنه. اون میگه که در قرآن اومده که ما کوها رو میخه آسمان ها قرار دادیم، اونم یه حماقته. دقت میکنید اونم درست نیستش. اما عقیده بنده با خمینی یکی، این دیگه از عجوبه های زمانه. خب این آقایون چون از دور نگاه میکنند و نمیدونن اصلا قضیه چیه، دقت میکنی؟ مثل که من وقتی مثلا میگم که این کلیگویی ها، میگم که عقیده ما یه مارکسیست لنینیست با ماویست ها یکیه، اصلا ما پیتر کاسترو با نمیدونم فرانکومیست یکیه، اینا کلیگوییه، اینا عدم دلیل عدم شناخت این اعتقادات و اندیشه هاست. من خمینی عقیده داریم. بله امام زمان یک توطئه بیش نیست. شما که از امام زمان صحبت کردید، یک توطئه بیش نیست، یک توطئه سیاسی است، هیچ وجود نداره و هیچ ربطی هم به مهدی منتظر که پیامبر ازش خبر داده که در قرآن ازش خبری نیست، ولی در حدیث حتی این امام زمان حتی هیچ ربطی به اون نداره. یا خوب لیست به نظر من آدم مبارزی بوده و در اون آشفت بازار کار خوبی کرده شاید، اما این نظر تخصصی من نیست، نظر عمومیه. چیزی که یعنی این معلومات من راجع به یعقوب لیث از
از کتاب سطح دبیرستان بالاتر نیست. من در این مورد نظر تخصصی ندارم. اینکه بحث ها علمی باشه سیاسی نباشه، دوستان تلفون ها رو برداشتن، به نظر من وقت هم شده برنامه آینده هم بینندگان بیبینندگان بسیار خوب. بحث های علمی رو شما از آخوند میخوای بحث علمی بکنه؟ تا حالا یک آخوند اومده اینجا وارد بحث بشه؟ آخوند فوش میده، کشیش فوش میده، برای که شما نون اینا رو میبندید. این برنامه تقریبا داره، یعنی آب طولانه مورچه ها میندازه. کشیش هایی که با دین مردم دان دین با پناهندگی و با بقیه چیزا بازی میکنند و بعضی ها رو مسیحی کردند، الان میبینند رسوا میشن. خب همین کارها رو میکنند که آخوندها کردند، فوش فحاشی بد، یعنی بدنام کردن از این حرفا. و جانم بفرمایید. سلام علیکم. سلام رحمت الله. گوشی خدمت ماست که من خداحافظی بکنم که وقت من تمام شده. خب دوستان، من شما رو به خدا میسپارم تا برنامه فردا روز جمعه. ای بار خدایا به ما و مردم ما توفیق بده که از شر خرافات رژیم که سوار و پیاده‌هاش رو در میدان گذاشته و از شر امریکا و نوکرانش، از شر اسرائیل و نوکرانش، همه ما را مسلمانان را نجات بده. ای بار خدایا کسانی که بر علیه ما نقشه میکشند، نقشه هایشون را به خودشون بازگردان. ای بار الها کسانی را که به این برنامه کمک کردند و اونهایی که در صدد کمک هستند، به مالشان به جانشان برکت بده. ای خدایا مریض های ما را شفا بده. ای خدایا به مردگان ما رحمت کن. ای خدایا به کسانی که بر مردگان مسلمان ها لعنت میکنند، این لعنت ها را به خودشان بازگردان. کسانی که با دشمنان اسلام همکاری میکنند، همون دشمنان را بر علیه خودشان مسلط بگردان. ای بار خدایا ما و کشور و ملت ما را از شر خرافات آخوندها و از شر دشمنان دین نجات بده و در میان ما رهبرانی راستین، رهبرانی درستکار پیدا کن تا سکان این کشی را به عهده بگیرن. ای بار خدایا ولایت فقیه، اطلاعات و نوکران رژیم را که این همه بر کشور ظلم کرده هم، این همه مردم را در بدر کرده هم، کسانی بر اونا مسلط بکن که اونها را نیز در بدر کنند. همچنان که بین فرزندان و مادران و پدرانشان جدایی انداختند، بین آنها و فرزندان و مادرانشان جدایی بینداز و انتقام ملت را از سرشان بگیر. ای خدایا کسانی را که بر ملت ما ظلم کرده هم، آنها را عبرت جهانیان قرار بده. همچنین که در این قرن بسیاری از طاغوت ها را رسوا کردی، اینها را نیز رسوا کن. خامنه‌ای و رفسنجانی و اطلاعات و بقیه سپاه و بسیج و کسانی را که بر جان ملت افتادن، اینها را نیز عبرت جهانیان قرار بده و رسوای دو جهانشون قرار بده. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. همه شما را به خدای بزرگ بزرگ. در قیامت از شما قرآن شکایت می کند، حق مجازات شما را در قیامت می کند. آخرین قرآن همه وحی خدای اکبر است، آخرین آیات روشن معجزه پیغمبر است. این کلام الله امانت از رسول ازهر است، هیچ کافر با امانت این خیانت می کند. در قیامت از شما قرآن شکایت می کند، در قیامت از شما قرآن شکایت می کند، حق مجازات شما را در قیامت می کند. روز محشر در میان انبیا و اولیا می کند.
وقتی که آقای ضیاء آبادی توسل به قبرها رو برای پاک شدن افراد میدونه، درست با قرآن مخالفت میکنه. برای که قرآن عبادتها را، نماز و زکات و روزه رو، حج و اینها را برای پاک کردن از گناهان بشر قرار داده. توسل قرآنی اینه که خود خداوند مشخص کرده که با چه وسیله‌ای میشه خدا را عبادت نمود. اما توسل شیطانی آخوندی قبر پرستیه که بریم سراغ قبرها. در صورتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماند که لعنت خدا بر اون کسانی باد که حتی قبور انبیاشون رو مساجد گرفتن، حتی بر سر قبور انبیا رو نهی کرده. چطور به قبر این و آن؟ اگر به زیارت قبر ائمه کسی پاک میشد، گوش خدمتون جناب، خود پیامبر اسلام حداقل میرفت بر زیارت قبرها، بلکه پیامبر اسلام میفرماد که قبرها را به عنوان عبرت بروید و براشون دعا بکنید. یک مسلمان وقتی بر سر قبر میره، بر اهل مقبره دعا میکنه. اونها نیاز به دعای ما دارند، نیاز به دعای زندگان دارند. برای انسان از وقتی که مرد عملش انقطع، عملش تمام شد. و اونها نیاز، هر انسانی مرده و زنده نیاز به رحمت خداوند داره، ولذا نیاز به دعای زندگان داره. و قبر پرستی مصیبت ادیان پیشین بود که در پیش اهل بدعت در امت ما نیز رخنه کرد و یکی از وسایل ویرانگری بزرگ استعمارگران در طول تاریخ بوده. ولذا قبری رو که دو قبری رو که خود رژیم ایران بر سیاست بازی هایش منفجر کردن، آقای بوش فوراً گفت که ما حاضریم اونا رو درست کنیم. اما خودش 100,000 نفر ملت عراق کشته، اونا حاضر نیست ویران بکنه، تعمیر بکنه. اما حاضره دوتا قبری رو که بازی های سیاسی بین خودشون، یکی از اطراف سیاست که ایران باشه، اطلاعاتی ایران باشه، ویران کردن و نوکرانش در را بگن چی؟ ما درستش میکنیم. و در مقابل 180 خانه خدا را، مساجدی رو که درش خدا عبادت میشه، از مسلمین اهل سنت ویرانشون کردن یا بهشون حمله کردن. اینها نیاز به طول تفسیر داره. بفرمایید جناب. درود به شما جناب آقای ملازاده. درود به شما. خواستم خدمت شما عرض کنم این عکسایی که الان به نمایش گذاشته بودین، اگر دقت کنید اینا توده مردم ناآگاهی هستن که مورد سوء استفاده این آخوندهای ایرانی قرار میگیرن. درسته. در نتیجه از قرآن و از علم و آگاهی و اینا بخواید اینا رو راهنمایی کنید که برید سوره فلان رو بخونید، اگه شعور داشت اصلا این کارو نمی‌کرد. بله. نتیجه باید شما متوجه داشتم. عرض می‌کنم از علم و آگاهی که بخواید اینا رو آگاه بکنید از طریق قرآن و اینا متوجه نمی‌شن، باید با مثال‌های ساده اینها رو افکارشون رو تغییر بدید. مگر عزیزم اینا مسلمان نیستن؟ مسلمان مقلد هستن، یعنی هستی که شنیدن همون رو به اجرا میذارن، خودشون از خودشون فکری که ندارن. که نظر حضرت عالی اینه که چطوری آگاهشون کنیم؟ عرض کنم که یکی این که شما دقت کنید، یک آخوند به خودش زنجیر نمیزنه. آفرین. یک آخوند به خودش قمه نمیزنه. خیلی مواظب جونش هستش. درست. این افرادی که شما اگر یه بار سنگینی داشته باشید، دور از جون یه اولاغی هم کنار دستتون باشه، این بار سنگین رو خودتون میبرید یا رو اولاغ میذارید یا رو حیوانی که کنارتون هست میذارید. بله متاسفانه. اینا برم دارن این بار رو میذارن رو دوش این نفهم ها، بعد پول نفتشون رو میخورن. بعد از مثال های خیلی ساده براشون استفاده کنید. یک آخون نیستش که به خودش زحمت بده، همه در رفاه، چه در زمان شاه چه الان. و این شیعه ها به نظر من اصلا شیعه نگید، برای که به مردم اهانت نشه. نه من خودم اینه که بفرمان مقلدان، بفرمان خرافیان.
آخه اصلا اینا وطن هم ندارن. نه ولی اون به جا خودش، نه ولی شیعه نگی، بلکه شیعیان همه اینطوری نیستن اولا، ثانیا خود آخونده هست تشیع سوء استفاده میکنن. دقیقا. و وقتی ما میگیم شیعیان یعنی به عموم شیعیان اهانت میکنیم. آقا الان ببینید توی عراق برداشتن فقط پلیس رو از شیعه ها انتخاب کردن. میدونم اونجا هم بازی همینه، چون مزدوران رژیم ولاتفقی نه از همه شیعیان، از شیعیانی که با اشغالگران همکاری میکنن. اهل سنت به پلیس نرفتن، بلکه اهل سنت با اشغالگران همکاری نکردن. الان اینا این جوانایی رو که میگیرن میبرن با مته مغزشون رو سوراخ میکنن، میبرن تو زندانهای گمنام، همه رو شکنجه میکنن، همه این شیعه ها هستن. درسته سنتی، چون الان این استادای دانشگاه سنی رو همه رو میکشن. کاملا درسته، ولی کدام شیعیانی؟ همان شیعیانی که با اشغالگران همکاری میکنن، های ایرانی هستن. آها همون مسئله همینه دقیقا، همون شیعیانی که یعنی حتی با اون شیعه بودنش هم اعتقاد نداره. درست، مثل رژیم ایران، مثل اطلاعات ایران. آیا شیعیان ایران همه از کار رژیم و اطلاعات ایران راضی هستن؟ وزارت اطلاعاتی ها که راضی هستن؟ نه نه نه، ملت ایران، ملت ایران خودشون رو جدا کردن. احسن، مسئله همینه، یعنی با وجودی که ملت ایران اکثر شیعه، درسته؟ بله. ولی از این اعمال راضی نیستن، توجه میکنید؟ بعد از کنم خدمت شما که آمریکا از همین وجود همین شیعه هایی که طرفدار رژیم ایران هستن در عراق استفاده میکنه، و به خاطر همین هم الان مذاکراتی که آمریکا میخواد با ایران بکنه، به که این گروه های سنی رو یه جوری جلوشون رو بگیری، این عملیات انتحاری انجام ندن. هیچ مقاومتی رو اجازه نمیدن، به هر شکلی مقاومت باید بخوابه انظر اونها، برای اینکه نوکران ولایت فقیه، مزدوران ولایت فقیه که مزدوران تاریخی بیگانه هستند، همچنان که با مغول همکاری کردن الان هم با اشغالگران همکاری کردن و در آینده نیز همکاری میکنن، برای اینکه اونها نونشون در نوکری و بیگانه هست. ولی در این راستا عوام شیعه رو میفریبند. مسئله اینجاست. آخه مسئله اینه که بعضیا دقت نمی‌کنن که زمان شاه 70,000 مستشار آمریکایی توی ایران بوده. بله. این 70,000 مستشار آمریکایی از سولیوان گرفته تا بقیه جنرال‌ها خاک ایران رو ترک می‌کنن، شاه رو هم با خودشون میبرن بیرون، این کشور رو تحویل جمهوری اسلامی میدن. یعنی آخوندها، تحویل خمینی. یعنی میدونستن که این افراد اینقدر از خودشون قصی و قلتر هستن که وظیفه خودشون هم واردن که چجوری ناخون بکشن، شکنجه بکنن و نفت ایران رو به حراج بذارن، به همون عکسی که نشون دادین به شرکت های شل و امثال کمپانی های دیگه بدن. اون کارترهای نفتی اینا رو آوردن سر کار، خون ملت ایران رو تو شیشه کردن، حالا میخوان همون جمهوری اسلامی رو توی عراق برپا کنن. دقیقاً. در حالا که میبینن این سوریه دارن مقاومت میکنن، اینها رو میخوان تحریکشون کنن با از بین بردن مثلا اون امامزاده عسکرین و اینا، اونا تحریک بشن که تحریک هم شدن، اومدن افتادن به جون جد سنی ها و سنی ها رو کشتن که شما اومدید امام شیعه ما رو از بین بردید، مقبرش و اینا. بعد میگن که آمریکا میگه به ایران تو دخالت این کارا نکن، اتفاقا اصلا مرزها رو باز گذاشته که اونا دخالت داشته باشن مستقیم. آفاری. این حرفیه که به توده مردم ناآگاه همینطوری. آفرین. چون اگر که از روز اول میخواست مرزها رو میبست، حتی ایران برای اینکه اونجا عادی سازی بشه برداشته بود ظاهر فرستاده بود که اونا میگفتن کشور ما اشغال شده، هر روز ما داریم بمبارون میشیم، زندانهای ابو غریب همه رو دارن تیکه تیکه میکنن، شما دارید برای ما ظاهر میفرستین. این بود که برای اینکه جلوی ظاهر رو بگیرن مجبور شدن بمب بذارن تو ظاهرها که این ظاهرها بترسن دیگه نیان اونجا، بلا دشمنی هم با ظاهرها نداشتن. میگفتن یعنی شما دنبال سیاستهای رژیم آخوندی نرین، الان کشور ما تحت اشغال هستش، ما بدبخت شدیم، ما بیشباری شدیم، دانشگاه همون همه بسته شده، ما مغزهای متفکرمون هر روز این بمب من معتقدم اکثر این بمب ها رو خود رژیم میگذاره. البته اونجا که آشفته بازاره، خود سیاه، خود موساد، خود رژیم
بیشتر این بمب ها را میگذاره برای اینکه از این بازار یه آشفته بازار درست کنه برای بخواهی امتیاز بکنه. من برگه برنده دارم با امریکایی ها، اگر که با من کنار بیایید من مثلا اونجا یه آرامش به وجود بیارم، آرامش عراق دست من هست. این هدف رژیم این هستش که اونجا میخواد بگه منم اونجا تو این بازی شرکت دارم، منم باید با منم خلیلزاد میخواد با اون صحبت کنه که بگه یه کمی این ترورها و از این کشتارها و اینا کمی کم کنید، ما امتیاز میدیم که شما بمونید. کاملا درسته. اینه که عزیزم خواهش میکنم یه مقداری ساده تر برای مردم توضیح بدین، چون اگر کسی آگاه باشه قرآن خونده باشه یا شما بخواید راهنماییش کنید که آیه فلان از سوره فلان رو بخونید که این قبلا رفته خونده. قبلا نخونده، ممکن است هم گوشش هم نخورده، اینا قرآن نمیخونه. وقتی نخورده یا تو این وادی نیستش، شما با مثالهای ساده ابتدایی اینجور مرخا را آماده کنید، ولی توده این دور از اون ناگاه و نفهم و اینا که برای خامنه ای شب روز عید نوروز اون همه موج میان حتی ماشینش رو هوا بلند میکنن، اینا حالیشون نیست. دو و دو شاب چی هستش؟ سیاست چیه؟ کارترهای نفتی چی هستن؟ پولایی که داره میبره؟ درست. روزی 4 میلیون بشکه نفت زد در 50 دلار میشه 200 میلیون دلار، یعنی هر 5 روزی 1 میلیارد دلار خالص این درآمد ایران هستش. این کجا داره میره؟ کجا خرج میشه؟ اینا رو که مردم تو این وادی ها نیستن که اینا دقت کنن. بله. تو حالا درآمدهای مثلا کشور اروپایی اگر که 5 روز 1 میلیارد دلار باشه، این چون که هزینه شده، یه ماشینی ساخته شده، این ماتریالی برده، تکنیسیانی داشته، اینه که به اونا پرداخت میشه از اون رقم اصلی. ولی نفتی که از تو چاه میاد بیرون، گاز از اون طرف، منابع زیرزمینی دیگه، سنگ، نمیدونم یه قبرها در آمادش از نفت براشون بیشتره. بله، اونا را که همه به چیز اینه مهدابی سرسوش زدن. قبلا اگر یادتون باشه تو ایران تو کبابی‌ها روی ریحون و اینا برمیشتن یک مهدابی سرد میزدن که قشنگ باشه، حالا تو هر مقبره برمیشتن مردم هم که اون مهدابی سرد رو میبینن یه آه اللهم صل علی محمد با حال محمد اونو بندازیم این تو که الان هر حاجتی داریم این برآورده میکنه. متاسفانه. ولی به هر حال من شما از کجا زنگ میزنید جناب؟ از آلمان. بله، عرض به خدمت شما. فرمایش دیگه دارید بفرمایید. بخون شما موفقیت شما رو آرزو میکنم که در راه افشاگری هر چه بیشتر بکوشید مردم یه کمی آگاه شن. خواهش میکنم، لطف کردید. براتون آرزوی موفقیت. سلامت باشید. خیلی متشکرم. خدا حافظ شما باشه. قربان شما. خدا حافظ شما. عرض به خدمت شما توده ناآگاهی که قبر خامنه ای رو بلند میکنن، ایشون رو نماینده امام زمان میدونن، نماینده خدا میدونن. و من معتقدم که از راه قرآن بهتر میشه اونها رو آگاه کرد. چرا؟ برای که عموم مردم ایران مسلمانن و عمومشون برعکس بسیاری از آخوندها که میگن که قرآن تحریف شده، عموم مردم چون اعتقادی ندارن ولی میگن قرآن رو آخوند میفهمه فقط. مشکلشون در اینجاست، عقلشون رو اینجا خراب کردن. ولی حضرت علی کرم الله وجهه میگن که روایت میکنند از پیامبر خدا که وقتی که فتنه ها بر شما غلبه کرد به سوی قرآن بروید که دلها رو روشن میکنه. و شما دوستان، شما شنوندگان محترم، شما ایرانیان ارجمند، شما مسلمانان در هر جای دنیا که هستید، هر چیزی که به ذهنتون اومد برای افشای این افشاگری ها، برای افشای سیاست بازی ها، پول ایران در لبنان داره مصرف میشه برای این آقایون و ملت ایران چکار میکنه؟ به سنگ و قبر چسبیده. سرمایه ملت میره لبنان، میره جاهای دیگه بر تروریستی و مردم مشغول کردن به زیارت این اون. شما هم میتونید اضافه بکنید، میتونید برنامه رو پربارتر بکنید و تا هم درد و رنج ملت گفته بشه و هم راه روشن کردن ملت از راه خود دین. راه دینم قرآن و آموزش‌های پیامبر که مسلمانان اینو قبول دارن. بفرمایید جناب. خسته نباشید آقا. سلامت باشین. من محسن هستم از فنکور کانادا زنگ. خواهش می‌کنم. لطف می‌کنید. الان فکر کنم تقریبا ساعت
دو شب باشه. عجب. من قشنگ داشتم میدیدم. خدا برکتتون بده. سلامت. چند تا سوال داشتم. اگر دوست دارید که یادداشت کنید من قصد میکنم جوابون بدید که وقت برنامه رو زیاد نگیرم. میخواستم بدم آیا شما قبول دارید که شریعت خداوند توسط حضرت موسی آمده شد و توسط عیسی برداشته شد و دوباره توسط طبق نظریه اسلام توسط حضرت محمد و قرآن آمده شد دوباره و اگر حتی مقایسه کنید قرآن رو ببینید که تقریبا مقدار زیادی از قرآن کپی از تورات و انجیله. یکی سوال هم اگه دوستان یادداشت کنید. این موضوع رو شفا مطرح میکنه ولی کجاش کپی قرآنه؟ تورات انجیله؟ این یک ادعاه. این یک ادعاه. این که قرآن کپی تورات انجیله اینو شفا و مشیری و پولادوند و بقیه اسلام ستیزان ادعاش میکنن. نه من اصلا کاری به موضوع ندارم. من میدونم شما کاری ندارید. احترامی میکنه به دین عشقه اصلا موافق نیست. نه ولی کجاش کپیه؟ الان شما چون من این حرف رو مطرح کردم یه خاطر که جناب علی نقش کردید. من بلازم این ادعای دلیلتون چیه کپیه؟ کجاش کپیه؟ کلاً شریعت هایی که توسط موسی آورده شد، کلاً اون ده فرمانی که حضرت موسی آورد و توسط عیسی مسیح برداشته شد و دوباره خدا این کارو کرد و توسط حضرت محمد خواست این کارو بکنه، اینا دلیلشو می‌خواستم بدونم. برای خودم هم می‌خواستم روشن شه. بسیار. یکی از این سوالای من این بود. دوم این که خود اسلام قبول داره که 5 کتابو اسلام قبول داره. یکی این که تورات موسیه، یکی انجیل عیسی، یکی صحف انبیا، یکی زبور داوود و پنجمش قرآن مجیده. و من می‌بینم توی کتاب مسیحی‌ها این 4 کتاب که شما اسلام قبول داره که دیگه راحت بگم شما چون که من مسلمان نیستم. 4 کتابش به هم دیگه وصله. خود جناب علی مسیحی هستی؟ بله مسیحی هستم. بله خواهش میکنم. 4 کتاب که انجیل عیسی، تورات موسی، صحف انبیا و زبور داوود به هم وصله که شامل کتاب مقدس مسیحی ها میشه به هم وصله، ولی قرآن مجید سوای از اینا چرا اینا به هم وصل نیست؟ اینا میخواستم روشن بشه برای من. اگر محبت کنید من قطع میکنم به من دعا. و طبق قرآن آیا شما قبول دارید که روز قیامت عیسی مسیح برمیگرده؟ طبق قرآن بله قبول دارید؟ بله. من توجیه رو نمی کردم. 3 سال نه روز قیامت ما طبق قرآن قبول داریم که قبل از قیامت برمیگرده. ما معتقدیم که عیسی هنوز زنده در آسمانه، نمرده. چون من این از دسته مسلمان ها شنیدم که حضرت مهدی که اصلا اسمش تو قرآن نیم. چون کاملترین کتاب کتاب مقدس یک دینه، درسته؟ کاری به روایت نباید داشته باشیم که آیا این اتفاق میفته نمیدونم. این سری روایت ها رو من قبول ندارم، فقط کتاب مقدس یک دین رو قبول دارم. بهتره کتاب مقدس اسلام که قرآن مجید باشه عیسی مسیح باید. حالا به قول شما قبل از قیامت، چون شما قرآن بهتر از من میدونید. و مثلا تو ترکیه بودم بعضی مسلمانایی که تعصب داشتن میگفتن نه خود حضرت مهدی برمیگرده عیسی مسیح پشتش نماز میخونه. این درست این حرف مسلمانان متعصب نیست، این حرف همه مسلمینه. یعنی همه میگن حضرت مهدی برمیگرده پشتش عیسی مسیح نماز میخونه. اینو توضیح میدم، اینو توضیح میدم معنیش چیه. یعنی معنی این سخن چیه؟ اینو همه میگن، خب و درست هم هستش، ولی بس. چرا اینو توضیح خواهم داد. اوکی خواهش میکنم. محبت کنید. سلامت باشین. خواهش میکنم. همه که این وقت در اختیار من باشه. خواهش میکنم. برنامه مال خودت باشه. خدا نگهدار شما. از اینکه وقتتون رو برای این برنامه گذاشتید برادر مسیحی و اینکه سوال کردید خیلی متشکرم. اونا با این ادب و با این احترام. و سوالتون اینه که شریعت موسی اومد و عیسی برش داشت. نه، عیسی شریعت موسی رو بر نداشت. عیسی با شریعت موسی بود. عیسی شرع جدید نه او. عیسی برای اصلاح افراطگری هایی که یهودیان در دین موسی انجام داده بودن اومده بود. مثل شبیه افراطگری هایی که آخوندهای شیعه در تشیع انجام میدن. اهل بیت اینطوری نبودن. و این یک مصیبت بشری است، به ادیان ربطی نداره. پس عیسی اومد در دین موسی اصلاح کنه و خودش بر دین موسی بود و
خودش بر دین موسی بود و بر شریعت موسی بود، شرع جدیدی نه او و مخصوص بنی اسرائیل بود، برای همه بشر هم نبود و ادعایی هم نکرد. این موضوع. بعد اون شریعت دوباره توسط محمد صلی الله علیه و سلم زنده شد. دوستان اجازه بدید من این سوال جواب بدم، بعدا زنگ میزنیم. این سخنم دقیق نیست، برای که دین انبیا یکیه، شرایط معنی قانون قوانین مدنی شبیه اونه، این متغیره. دین همشون یکیه. یعنی چی؟ یعنی همشون بر توحید برانگیخته شدن. خداپرستی، موسی بر این اومد، عیسی بر این اومد، ابراهیم بر این اومد، عیسی بر این اومد، محمد بر این اومد. و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میفرماد که مثال من در تکمیل نبوت مثل یک ساختمانی میمونه که همه انبیا اومدن یکی از خشتهای اون تشکیل میدن، مردم دور بر این خانه میگردن میگن این جای این خشت خالیه، من تکمیل کننده این ساختمان هستم و خاتمش هستم. یعنی چی؟ یعنی دین انبیا همش یکیه، از آدم تا خاتم همه انبیا الهی بر یک سخن برخواسته شدن، لا خداپرستی، لا اله الا الله. اما قوانین مدنی بر طبق زمان متغیره و این چیزی که هم عقل قبولش میکنه. قوانین مدنی امروز غیر از قانون مدنی یک قرن قبل، قانون مدنی امریکا غیر از چینه، اینا بستگی مصالح بشر داره. و پس قانون هر پیامبری که میاد اگر بر شرع پیامبر پیشین نباشه اونو نسخ میکنه، یا بعضی از احکام اونو نسخ میکنه، یا جزی از احکام اونو نسخ، بس بر حسب وحی که برش نازل میشه. و اونی که کپی اونه یک سخن، ببخش این کلمه رو بکار میبرم، ناآگاهانه‌ایه که اسلام ستیزان خصوصا و دین ستیزان عموما ازش سوء استفاده میکنن به خاطر الحاد و بی ایمانی که خودشان دارن. و شرع محمد اون چرا از شرع پیشین خداوند مقرر داشته بود ثابت کرد، بلکه بعضی از حقایق مشترکه، حرمت خمر، حرمت خنزیر، اینها رو اضافه کرد. و اون چرا که راجب قصاص و راجب اینها بود اونها رو ثابت نگه داشت. و عموما ما بگیم که شرع من قبلنا شرعنا الام یره فی دیننا ما یخالفو، شریعت انبیاء سابق شریعت ماست، اگر در دین ما نصی نیومده باشه که اونو تغییر بده. چرا؟ چون این دین تکمیل کننده اون هست و تورات و انجیل و زبور و داود و قرآن که ازش ذکر فرمودید همه اینها کتب الهی هستند، اما این کتب حفظ نشده. خداوند بر حضرت عیسی علیه السلام یک انجیل فرستاده، لیکن اون انجیل رو روحانیون مسیحی از بین بردند و به جایش 4 انجیل گذاشتند که این 4 انجیل از میان 100 انجیل انتخاب شده. و بدون شک که هر کسی بدون غرض و مرض، بدون حب و بغض شخصی بر این کتاب ها مراجعه، در این کتاب ها مراجعه کنه، میبینه که بعضی از مطالبش تحریف شده. نه این که همش تحریف شده، نه، ولذا ما در دین خودمون حق تکذیب همه اونو نداریم، اما بعضی از مطالبش تحریف شده. به عنوان مثال وقتی در انجیل، در همین انجیل های تحریف شده مراجعه میکنیم، اولا انجیل یکی بوده، 4 نبوده، 100 نبوده، الان 100 خورده ای هستش که از میانشون 4 رو انتخاب کردن،
و اینها هم با هم دیگه متعارضه. بعضیش یک نسخه از الوهیت عیسی حرف میزنه، یکیش یا بیشترش از این حرف میزنه که عیسی بنده خداست، که عیسی از بخدمت شما در اون جایی که مثلا در انجیل یوحنا پیداش بکنم، در انجیل یوحنا باب 17 بند 3 عیسی علیه السلام اعتراف میکنه که بنده خداست، رسول خداست. علنان میگه که زندگی ابدی ای خدایا برای کسانی است که این زندگی، اون زندگی ابدی برای کسانی است که تو خدای حقیقی رو بشناسند، تو خدای یکتا رو بشناسند و این که عیسی مسیح فرستاده توست. خب حتی در این انجیل تحریف شده سخن از بندگی عیسی هست، اونجایی که دعا میکنه، که زاری میکنه، دعا میکنه. من اینها رو با کشیشای مسیحی مطرح کردم، تأویل های جور و جوری میکنن، مثل تأویل های مدعیان تشیع. چرا؟ برای اونها هم غرق در انسان پرستی هستند که عیسی علیه السلام را دربارش غلو کردن، افراد کردن و اونو خدا قرار دادن. درست همون مصیبتی که مدعیان ولایت راجب حضرت علی کردن، اینجا افراد و در پیش یهودیان تفرید که حق انبیا را ادا نکردند، بعضی از انبیا را متهم به زنا کردند و هکذا. و حتی در این انجیل ها و در کتب سابق، همه این کتاب ها تقریبا که در دست هستش با تحریفاتی که در صورت گرفته، باز هم آیه الهی تجلی میکنه و سخن از خاتم الانبیا هست، سخن از این که آخرین پیامبر ظهور خواهد کرد. به عنوان مثال در سفر حجی 2:7 میگه که به زودی احمد برای همه امت ها میاد. موسی برای یهودیان بود، برای بنی اسرائیل بود، عیسی برای بنی اسرائیل بود، برای همه بشر نبود. و تنها پیامبری که برای همه بشر برانگیخته شد و مبعوث شد و خودش علنا اعلام کرد، حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم، ادامه دهنده راستین عیسی و موسی و ابراهیم و نوح و همه پیامبران الهی بود. یا در سفر تکوین 49:10 که میگه محمد رسول خداست. یا در لوقا 2:14 که یودوکایی که ازش حرف میزنه یعنی احمد، یعنی پیامبر، پیامبر اسلام. یا در یوحنا 19:25 یحیای معمدانی سخن از پیامبر قوی حرف میزنه که تمام این شرایط بر محمد صدق میکنه. و همچنین در متا 3:11 یحیای علیه السلام از محمد آخرین پیامبر پیشگویی میکنه. و برقلیت روح القدسی نیست که آخوندهای مسیحی تفسیرش میکنن، بلکه برقلیتوس دقیقا بنابه تحقیق بسیار جالب پروفسور عبدالاحد داود که کشیش سابق ارومیه بود و اسمش داوید بنیامین کلدانی بود، کتابی نوشت بسیار جالب، محمد در کتب یهود و نصارا و خودشم مسلمان شد. این تحقیق میکنه که خودشم 4-5 تا زبان بلد بوده که برقلیتوس یعنی احمد. مفهوم این که همه پیامبران الهی
راجع به پیامبر اسلام حرف زدن. و اینجاست که قرآن میگه که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، هم علماشون همچنان که فرزندانشون رو میشناسن اوصاف محمد رو در کتاب خودشون میشناسن، ولی چیکار میکنن؟ تحریف میکنن، کتمان میکنن، درست مثل مدعیان تشیع امروزی، مثل آخوندهای تشیع امروزی. میدونن اون چرا که بسیاری از اونها میدونن اون چرا که بدعت کرده اند، اون چرا که برای مردم بهش فریفته اند، نه راه اهل بیت، نه راه اسلام، نه راه دینه. یا سکوت میکنن، یا قدرت بیان حق رو ندارن، یا اینکه دنیا رو برش ترجیح میدن. چون تمام این بدعت ها، این امام فریبی ها درش پول هست، درش ریاست هست، درش مردم فریبی هست، درش مقلد بازی هست. ولی زیرا قرآن مجموعی از این کتاب ها نیست، قرآن کتاب کاملی است، همچنان که انجیل کتاب کاملی بود. ولی انجیل ها، این انجیل هایی که الان هستش بعدها نوشته شد و هیچ ربطی به اون انجیل حضرت عیسی علیه السلام نداره و اونو متاسفانه گم کردن. و کسانی که اونو گم کردن درست آخوندهای خود مسیحیت بودن، روحانیان خود مسیحیت بودن. و اینجاست که قرآن میگه که یا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. اي اهل الكتاب، درباره عیسی غلو نکنید، افراط نکنید و بر خداوند جز حق و حقیقت را نگویید، همانا که مسیح عیسی بن مریم یهودیان دربارش افراط کردند، ببخشید تفرید کردند و نعوذ بالله او را زنازاده نامیدند. و هنوز که هنوز کتبشون پر از اتهام و افترا بر حضرت عیسی است و مسیحیان درباره او افراط کردند و او را خدا کردند، مثل علی در اسلام. گروهی او رو تکفیر کردن امثال خوارج و گروهی او رو به درجه پیامبری و بالاتر از پیامبری رسیدن امثال مدعیان تشیع امروزی، که مقصودم امثال خمینی و این اکره نکره هاست، که این خودش در واقع یک توطئه بزرگ فراماسوری زمان اون زمان بود که پولس که مسیحیت رو منحرف کرد، در واقع یک یهودی مسیحی شده بود که تونست مسیحیت از داخل ویران کنه به نام حضرت مسیح، که از فراماسورهای زمان بود، به نام حضرت مسیح دین حضرت مسیح رو ویران کرد، دین رو که بر توحید بنا شده بود، بر خدا پرستی بنا شده بود، اومد خود عیسی رو بر جاش نشون. مثل این که مثلا یک اسم مسلمانی حضرت پیامبر رو برداره چکار کنه به جای خدا بنشونه، این افراد همینه. اما مسلمان ها نه به اون افراد مبتلا شدند و نه به این تفرید. ولی قرآن میفرماد که اون رسول خداست و کلمه اوست، رحمت اوست که بر مادرش مریم القا کرد. فآمنوا بالله و رسوله، ای اهل کتاب به خدا و به رسول او ایمان بیاورید، یعنی به پیامبر اسلام، همچنان که در کتب خودتان با شما عهد گرفتیم سابقا. و از آیه های اعجاب انگیز الهی اینه که حتی هنوز که هنوزه در همین کتب تحریف شده باز هم شواهدی وجود داره. و لا تقولوا ثلاثه، نگوید که خداوند سه تاست، انتهو خیر لکن، از این سخن دست برداری، و بلکه خداوند یکتا یکیست، سبحانه و یکون له ولد، منزه از این که فرزند داشته باشه، بلکه آسمان ها و زمین از آن اوست، و کفا بالله وکیلا. لیکن لیستن کفا المسیح ان یکون عبدا لله، بلکه مسیح علیه السلام از دین استحقاف نمی کنه که بنده خدا باشه، ولی الملائکه المقربون، و حتی ملائکه مقرب الهی، و هر کسی از بندگی خداوند استحقاف کند و تکبر ورزد، فسیحشرهم الیه جمیعا، روز قیامت همه اینها را حشر می کنه. فاما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اما اونهایی که ایمان آوردن به خدا و یکتا و به پیامبری عیسی و به پیامبری محمد و به پیامبری بقیه پیامبران و بعد از اونم عمل صالح انجام دادن و عمل صالح، ف
فیوفیهم اجورهم، اجرهاشون رو با کفایت بهشون میده، کمال بهشون میده، و یزیدهم من فضله، و از فضل خودش و از احسان خودش بر اونها اضافه هم میکنه. و اما الذین استنکفوا واستكبروا، و اما کسانی که از بندگی خداوند، از عبادت خداوند استنکاف بورزند، دوری کنند، تکبر کنند، فیعذبهم عذابا الیما، و لا یجدون من دون الله ولیا ولا نصیرا، اونها رو به عذاب دردناکی گرفتار میکنه که هیچ ولی و نصیری جز خداوند ندارند. که این آیه هم بر ضد ولایت فقیه، هم بر ضد عیسی پرستی است، هم بر ضد انسان پرستی است، و هم مسیحیت درست و هم یهودیت درست و هم اسلام درست و که مبناش توحیده، مبناش خداپرستیه، نشون میده. و این خداپرستی و این توحید جز در قرآن نیست به طور کمالش، بقیه کتب چون دست تحریف درش رفته، و لذا قرآن از این لحاظ کامله. و قرآن الان هم سندش کامله، تورات هایی که نوشته شده، انجیل هایی که نوشته شده، اولا به زبان خود پیامبرانشون نیست، قرنها بعد ترجمه شده، ترجمه هاش دست خورده، تحریف شده، بعد تورات اصلی گم شده. که در این موضوع بنده بارها سخن گفتم و بعد از اینم جلسه خاصی ممکنه تشکیل بدم. و عرض به خدمت شما، نویسندگانش هم مدعی نیستند که اینا وحیه، عیسی نگفته که اینا وحیه، اینا الهامات خودشونه. بعد عرض به خدمت شما، قرنها بعد اینها به نام عیسی مشهور شده و خود سخنان عیسی نیستش. و اما راجع به عیسی و مهدی که شما فرمودید، قرآن می‌فرماید که عیسی رو خداوند به آسمان برد، همچنان که ولادتش طبیعی نبود، وفاتش هم طبیعی نیست. و بازگشت عیسی به این دنیا یکی از علامت‌های بارز قیامته، یکی از آخرین علامت‌های قیامته. و ظهور مهدی در اسلام نیز یکی از آخرین علامت‌های قیامته که این دنیا به انتها برسه، دنیای جدیدی شروع بشه. عرض به خدمت شما، اما چرا در قرآن حرفی از امامت نیست، حرفی از مهدی نیست؟ و درسته، این حرف شما درسته، در قرآن هیچ سخنی از امامت نیست، هیچ سخنی صریح و روشن از مهدی نیست. لیکن قرآن کتاب اساسی است، قانون اساسی است، و قرآن میگوید که به محمد ایمان بیاورید. قرآن میگوید که هر آنچه را که محمد علیه السلام به شما گفت، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. مثلا در آیه رو ترجمه بکنم که محمد از خودش سخن نمیگه، از وحی خدا سخن میگه. خب وقتی که از وحی خدا سخن میگه، آموزش های پیامبر نیز وحیه. ولذا پیامبر میفرماد که من دو تا وحی داده شدم، یکیش قرآن، یکیش سنته. و این در میان مسلمین متفق علیه، هیچ فرقی انظر اتباع، انظر پیروی بین قرآن و بین سنت نیست، با این تفاوت که قرآن کلام خداست، سنت وحی خداست، ولی کلام محمده. با این تفاوت، قرآن خودش سخن خداست، کلام خداست، محمد هیچ دخالت بهش نداره، برعکس همه اسلام ستیزان جاهلی که ادعا میکنن. ولیکن سنت وحی خداست، پیام خداست، با الفاظ محمد. به عنوان مثال قرآن میفرماد که روزه بگیری. چگونه روزه بگیری؟ اینو محمد بیان کرده. چرا؟ و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ما قرآن رو برات نازل کردیم تا اون چرا که برات نازل شده بر مردم بیان کنید. و اینجاست که اسلام دین کاملیه. ولی درباره روایت ها، هزاران روایت دروغ، دشمنان اسلام و دوستان نادان، دشمنان مکار و دوستان نادان درست کرده اند و به اسلام چسبانده اند. و از اینجاست که سواد اعظم مسلمین، اهل سنت و جماعت، علمی رو اختراع کردن، مثل صدها علومی که اختراع شد و کشف شد که وقتش الان اینجا نیست،
که در تاریخ بشر بی نظیره. نه قبل از اونها کسی در اونو شناخته و نه بعد از اونها. علم جرح و تعدیل، علم حدیث شناسی، علم روایت شناسی، که هر سخنی رو که پیامبر اسلام گفته آیا این درسته یا نادرسته. از اینجاست که روایت های درست رو باید از روایت های نادرست تشخیص داد، ولی کسی که روایت های درست انکار کنه درست مثل اینه که قرآن انکار کرده و اندر اسلام کافره. و چرا که چون قرآن انکار کرده. و کسی که روایت های نادرست به اسلام بچسبونه درست به همون اندازه بر اسلام ظلم کرده، بر دین ظلم کرده که دشمنان اسلام برو ظلم کرده هم. و این سخن موضوع مفصلیه و علتش اینه که من به این موضوع اشاره کردم که روایت مهدی، روایت بازگشت مهدی در قرآن نیست اما در روایت ها هستش. اما اینو خیلی روشن و واضح بگم که مهدی که پیامبر خدا ازش خبر داده هیچ ربطی با امام زمانی که مدعیان دروغین تشیع درستش کردن و با وسیله اون هزارها خون ریختن هم در تاریخ و هم در واقعیت و دین خدا را در معرض تجارت گذاشتن، در واقع یک توطئه سبعیست که از یهودیت وارد اسلام شد از راه ابن سبع که امامت رو تراشید و بعد هم اسمت رو تراشید و هاکزا همون بازی رو که در مسیحیت شده بود میخواستن در اسلام دوباره همون اونو تطبیق بدن که خداوند اسلامو از شرش و از گدندش حفظ کرد، اما بعضی از پرابش مبتلا شدن. ولی کتاب مقدس قانون اساسی یک قوم شرط نیست که تمام جزئیات احکامو در اون کتاب داشته باشه، اون اصول راهنمایی. مثلا عرض میکنم قانونهای اساسی جهان هیچ کدومش جزئیات مسائل رو نداشتن. آقا این چراغ راهنما قانونش چه باشه؟ این هم مواده هاییست که بعدا اضافه میشه یا به اصطلاح قانونگذاران اونها رو اضافه میکنن. پس شرط همه احکام دین این نیست که در کتب مقدس باشه، اصلا چنین نیست، بلکه کتاب مقدس، کتاب قرآن قانون اساسی است. اما قوانین فرعی رو میشه هم از سنت گرفت، میشه هم از البته به دستور قرآن، چون قرآن دستور داده به سنت، میشه از اجماع مسلمین گرفت چون قرآن دستور داده، میشه از عقل و قیاس استنباط کرد و اجتهاد کرد چون قرآن گفته، چون قرآن اصول راهنمایی، اصول قواعده. اما اصول ایمان باید در قرآن باشه، ولذا امامت جزی از ایمان نیست چون در قرآن نیست. همونطور که عرض کردم بعد کتابی در این مورد نوشتم و ایرانگری مدعیان تشیع در اسلام که در سایت خودم هم هستش، در اونجا مفصل توضیح دادم که این اندیشه ربطی نه به اسلام داره و نه به عرض به خدمت شما قرآن. و اگه کسی خاص میتونه در قسمت فارسی این سایت که الان در تلویزیون مشاهده میکنید مراجعه کنه و اونو عرض به خدمت شما بخونه. که آقای منتظری گوش خدمتون جناب، گوش خدمتون آقای منتظری جزئی بر اون بر چند صفحه از اون کتاب رد نوشته. من فکر کنم موضوعاتی که شما مطرح کردید بنده جواب دادم. بفرمایید جناب، از کجا زنگ میزنی؟ الو جناب، سلام با شما آقای نوری. روز جمعه شما بخیر. روز جمعه شما بخیر و طاعتاتون قبول. قربان شما برم، خیلی ممنون. تشکر میکنم از زحماتی که میکشید، از این روشنگری ها، از این که حرف شما روشنگری است، رسیدن به شفافیت است. خواهش میکنم. من امیدوارم که انشالله این چالشی رو که شما به وجود آوردید در گوش شنوایی باشد، همه یاد بگیرم که گوش بدم به یک دیگر در کمال ادب، در کمال فطاحت. همه ما ایرانیان، 70 میلیون نفر از ما ایرانیان، حق طبیعی و مسلم ما است که بدانیم و آگاه باشیم که چه چیزی پیام آسمانی هست و چه چیزی نیست. برای اینکه ما درک بکنیم، بفهمیم این که جوهر پیام آسمانی چیست،
تمامی ارگان‌های دموکراتیک برای روشنگری و مصاحبت و مصالحه و مخالفت باید وجود داشته باشد. یعنی ایجاد یک ایران دموکراتیک که در آن تمامی اقشار جامعه، افراد جامعه بتوانند آزادی بیان داشته باشند، آزادی عمل داشته باشند، آزادی قلم داشته باشند، در تقوی انضباط اجتماعی، انضباط این تقوای اجتماعی. یعنی ما باید ببینیم که پایبند قراردادها فرق دارد تا در بند نوشتارها. همچون برقراری انضباط اجتماعی با اعمال دیکتاتوری از من مجدداً تشکر میکنم. شما همونطور که قبلاً عرض کردم مسائل معنوی هست، مسائل علمی و دینی هستش. در پروسه شهادت حضرت امام حسین میبینیم که یک پروسه، یک اول سیاسی در امپراتوری اسلام به وجود اومد، آغاز برادرکشی ها بود در اسلام و این خود باعث تفرقه های بسیار زیادی شد، بازاندیشه های زیادی شد، تشکل گروه های مختلف مخالف یک دیگر شد و یا موافق یک دیگر. این برادرکشی ها از زمان حضرت علی علیه السلام که آغاز شد، برای اولین بار جنگ داخلی در زمان حضرت علی علیه السلام به وجود آمد. اونهایی که جنگ داخلی رو به وجود آوردن از اصحاب بودن، از نزدیکان بودن و بعد از قبایل عرب بودن. این برادرکشی ها باعث شده است که اختلاف نظرهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی وجود داشته. امروز همه ما بایستی به ریسمان خداوند چنگ بزنیم، به قرآن مجید همونطور که حضرت محمد صلی الله فرمودند مشعلی در دست خود بگیریم که تا هرگز کنگستار که به راه کج نرویم. امروز این از به قضیه هست اگه که بتوانیم در پرتو آزادی های دموکراتیک قرآن را در دست خود بگیریم، میخوام بگم که همه این سیاست مدارانی که کمک میکنند به پروسه مظلوم سالاری به این که آزادی قلم و آزادی بیان در پرتو انضباط اجتماعی، تقوای اجتماعی و صورت الهی صورت گیره است، دیگه اسلام با غنای صلح خود به خود در ایران عزیز ما بزرگ خواهد آمد. اسلام همونطور که همیشه عرض کردم، یعنی این که حق را بگوییم اگر چه طرف باشد و اگر را بکاریم به پدر بیاید. اسلام یعنی همونطور که عرض کردم همه تعالیمی که باعث می شود که انسان دست از خودخواهی ها بردارد، از خودشفتگی ها دست بردارد، در زندان اندیشه خود نباشد، مقدر قبول کند به این که حق دموکراتیک یک دیگر رو بشناسه. انسان یعنی حق یک دیگر رو شناختن، یعنی حق واقعیت وجودی یک دیگر رو پذیرفتن تا در طرف گفتگوهای مسالمت آمیز کمال هم نشین در یک دیگر اثر کند. پس تو ای پسر یعقوب میکوش به هر ورق که خانی، تا منی آن تمام دانی که پرسیدن عیب نیست، ندانستن عیب است، و هر که میخواهد دل تنگت بگو. مراجع ارزم هست نیمتونه باید دکتر، این تمامی آزادی هاست، آزادی زلام اصل اول اسلام است، آزادی قلم اصل اول اسلام است. در پرتو همین آفرین بر شما، خواهش کنم، آزادی بیان و قلم هست که گفتگوها صورت میگیرد. مسلمانان جنایت به تو پس از بغنمت گرفتن کاف کسرای ساسانی، طلاها و جواهرات را به امانت نزد حضرت عمر خلیفه مسلمانان بردند. عمر پس از دیدن آن همه طلاها و جواهرات اندکی در خود فرو رفت و به عشق آمده بود. حضرت علی از او پرسید که ای عمر، تو چه شده است؟ عمر گفت در شگفتم از تأثیر تعالیم الهی بر دلهای این اعراض ابتدایی. این همه طلاها و جواهرات از راه دور از میان کویر آورده شد ولیکن دست نخورده. آنچه که باید جدا از حکومت و یا سیاست باشد، برادرکشی بر سر قدرت ملی و خزانه ملت است، نه راستگویی عمر و علی، که رضایت راوند یکتای آزادی بخش بر آن دو پاسان باد. آفرین بر شما. اشکم پاینده باد ایران.
پیوسته با پیوند بی‌فاصله ایرانی. شاد و سربلند باشید. سلامت باشید. درود فراوان با جناب آقای داور عزیز. این ایرانی ایرانی به تمام معنی آزاده که امکان داد ما انسان های ما ایرانیان یک دیگر را بشنویم، یک دیگر را بشناسیم، یک دیگر را ببینیم که این همه اصل قضیه هست. خدا را باید شکر کنیم از این همه نعمت هایی که امروز ارزانی ما شد که در طرفت رسانه های همگانی بتوانیم یک دیگر را بشنویم که هرگز تا یکی هرگز هیچ کس نتواند بگوید که نمیدونستم، بلد نشنیدم، اشتباه کردم. کسی یک دیگر را شنیدم یعنی این که همین این عرض قضیه است، یعنی هیچ کس ندانسته کاری نکند، یعنی دست از خودشیفتگی ها بردارد، یعنی همیشه بپرسد، همیشه مقبول باشد. یعنی همه ما ایرانیان نسبت خاطر خاطر که در حال حاضر 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 که در
من مصاحبه با آقای مولانا هستم. آقای برو شما کسی هستی؟ آقای؟ من محمد اسمم. جانم من دارم میگم تفت شما تو خود یه کارش شما حالا بیشتی 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 حالا